بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه. در همین ابتدا به نوبه خودم عرض تسلیت دارم اربعین حسینی رو محضر همه شما هموطنان نازنینم و آرزو میکنم که عزاداری هاتون در این ماه ها، در این روزها و به ویژه در این روز عزیز پیش رو مورد قبول قرار گرفته باشه. این هفته هم با ورزشگاه همراه باشید با من و افشین عبداللهیان. انشالله که سلامت و تندرست باشید. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 5 سیما، همراهان همیشگی برنامه ورزشگاه. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما خوبان هستم. من هم به نوبه خودم اربعین آقا امام حسین رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. این هفته قصد داریم که بحث مفصلی داشته باشیم در مورد اتفاقات متعدد در ورزش کشورمون. در مورد والیبال صحبت می‌کنیم، در مورد فوتبال صحبت می‌کنیم، در مورد داوری صحبت میکنیم و نظرسنجیمون هم در همین خصوص هست. همراه ما باشید. یک بار دیگه عرض تسلیت دارم اربعین حسینی رو و خوشا به حال عزیزانی که قسمتشون شد پا گذاشتن بر تربت مبارک و متبرک کربلای معلا. خیلی از رفقا و دوستانمون الان کربلا هستن، خوش به سعادتشون. انشاءالله که نایب زیاره ما هم باشن. خوشا به سعادتشون، زیارتشون قبول. الهی آمین. امروز ورزشگاه بخش های مختلفی داره که خیلی خلاصه ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم. نظرسنجی هفته گذشتمون چی بود؟ در مورد این بود که آقا کیروش، اسکوچیچ برای جام جهانی شما کدام یک رو ترجیح میدید؟ با برکناری دراگان اسکوچیچ و بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی فوتبال موافق بودید؟ 57% گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی گفتن خیر. نگاه حال حاضر جامعه، حداقل مخاطبان برنامه ورزشگاه که در این نظرسنجی شرکت کردند و این آرا تجمیع شده یه فضای مجازی و پیامکی ماست، 57% گفتن نه موافق نبودیم، یعنی ترجیح میدادن که با دراگان اسکوچیچ به جام جهانی بریم، و 43% گفتن بله با برکناری موافق بودیم و با بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی احتمالا امیدمون به جام جهانی خیلی خیلی بیشتر هست. نمیتونم بگم اختلاف قاطعیه، بدون شک اینطور نیست، 43% آمار قابل توجهیه، اما از اون سمت 57% هم خیلی نگاه ها رو به خودش خیره میکنه. بنابراین ما با جامعه ای طرف هستیم، جامعه فوتبالی طرف هستیم. دقیقا یک نفر مخالف حضور آقای کیروش بودن، اما اتفاق خوب همونجور که هفته پیش از برخی ویژگی مثبت های اسکوچیچ صحبت کردیم، خوشبختانه اینقدر مربی حرفه‌ای بود که حتی یک مصاحبه، حتی یک کنایه که بخواد آرامش تیم ملی رو بگیره در ارتباط با گله گذاری هاش یا موضوعاتش مطرح نکرد، و همین خاطر آقای کیروش با آرامش اومد و اشاره کرد که آقا به خونه خودم برگشتم، بخوام اینجا خونه خودش میدونه دیگه. اگر بخوایم مطلب خشخاش بذاریم، اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم روی عمل کرد و مصاحبه های کارلوس کیروش، خب او بلده که چطور با ملت های مختلف صحبت میکنه. درست. و اتفاقا به نظرم بررسی میکنه فرهنگ هر ملتی رو، هر کشوری رو که میخواد بره و اونجا سرمربیگری کنه. صحبت ها در مورد مصر هم مطرح شده بود، در مورد ایران بارها مطرح شده بود، اما امیدوارم که کارلوس کیروش مجدد در ایران نتیجه بگیره و ما عملکردی درخشان در جام جهانی داشته باشیم. ضمن اینکه معتقدم فشار آوردن بیش از حد در این موقعیت روی تیم ملی هیچ آیدی نداره جز گل به خودی، هیچ آیدی نداره، و امیدوارم که تیم ملی ما در آرامش کامل حد اکثر توانش رو بذاره. همه ما دوست داریم که صعود بکنیم، اما اگر این اتفاق هم نیفتاد باید بررسی های صورت بگیره که تیم ملی چطور میتونه اشاره کرده بودم درخشان مرحوم باشه. شفی در اون کاپیتان برنامه ورزشی تلویزیون اشاره میکرد به کمیته بررسی شکست ها، اما انشالله که این بار برای ما کمیته بررسی پیروزی باشه. اما جناب کاظم زاده در کنار فرهنگ، آقای کیروش از نظر سایکولوژی و روانشناسی بسیار آدم کاربلدیه، یعنی وقتی هنوز نفر بعد از او هفته 7 از 10 تیم ملی رو به جام جهانی نبرده بود، حالا یا نفر قبل از او به نوعی به ایوانکوویچ نه که یعنی تیم از اون تعبیر گرفت، دفعه قبلی که تیم مثلا با گل آقای نصرتی تو بازی با بحرین زودتر صعود کرده بود، خب خیلی تو این ماجرا صعود زود هنگام و فلان، الان جو یه جوری دید آقای کیروش که
خدا رو شکر دنبال دعوا و اختلاف تو مصاحبهان دعوا یه موقعی اومد چون کار کسی دیگر رو برداشته در واقع الان دوباره دعوا نیست. خیلی خوبه کردن نیست کسی برای فوتبال ما آورد جام جهانی زودتر از من آورد جام جهانی رکورد داره. همین که میرم مقابل انگلیسی بازی میکنم که یه روز دی دستیار فرگوسن توی منچستر یونایتد بودم الان در جام جهانی سرمربی تیمی ام میگم آقا خدا رو شکر دعوا نکنیم. ما بخاطر همین بهتره که خود اسکوچیش که دعوا نمیکنه کسی دیگه هم دعوا نکنه با آرامش بریم برای بازی ها. نگاه درستی به نظر من. خواهش می‌کنم. به نظر شما مهمترین عامل در ارتقای سطح داوری فوتبال ایران کدام است؟ این موضوع نظرسنجی این هفته‌مون و مفصل مهمان داریم و در موردش قراره که صحبت بکنیم. بخش اولمون البته به والیبال اختصاص داره. اما بعد از صحبت‌های والیبال با دو تا جوان رعنا و رشید، می‌خوایم بریم سراغ این موضوع و بررسی و تفسیر وضعیت داوری کشورمون. بیایم سراغ گزینه‌ها. گزینه یک ورود VAR. دوستان این گزینه یکی که ما می‌بینیم شاید ساده‌ترین راه ممکن باشه. اما اگر VAR هم بیاد، دو تا شاخص رعایت نشه ما باز هم مشکل داریم ولو بیشتر از قبل. یک، دانش داورانمون. دو، فرهنگ استفاده و احترام به VAR. VAR الان در قلب اروپاش هم ممکنه دچار مشکل بشه. اینجا اینطوری نباشه که اگر VARش هم اومد و مشکل ایجاد شد دیگه اونجا قطع به یقین بگیم که آقا پس تو اینجا یا بستی یا رفتی تو رخکن داورا یا رفتی نمیدونم داور مسابقه رو تغییر دادی یا هزار تا حرف. اینجا که خواهد بود، امیدوارم کمتر باشه ایشالله. گزینه دو میگه پرورش استعدادهای جدید داوری. پرورش استعدادهای جدید داوری یعنی ما بتونیم که پشتوانه داشته باشیم برای نفرات برتر و طلایه داوری کشورمون مثل علیرضا فغانی در حال حاضر که سرآمد داوری ایران هست. گزینه سه، ایجاد محدودیت برای تعداد داوران لیگ برتر. ایجاد محدودیت منظور چیه؟ یعنی آقا 50 تا داور رو نریز تو لیگ لطفاً آقای کمیته داوران محترم. بیا 8 تا بازی هر هفته داری، تو نهایت داورانت رو مثلا بذار 12 تا داور و با همین 12 تا داور کار بکن. حالا میخوای جریمه بکنی، میخوای تشویقی بهش بدی، بیا 12 تا تمرکز بذار روش که صحبت خیلی از کارشناسان داوری هم هست و میان اینجا با عددش بحث ها 8 تا 10 تا 12 تا 15 تا. و چهار، افزایش دستمزد داوران. آقا این داوری که داره میاد قضاوت میکنه نمیگم اندازه یک بازیکن بگیره ولی یه چیز درخوری بگیره که دغدغه نداشته باشه که اگر مرخصی بهش ندادن از کارش جاموند، اگر نتونست که یک هفته بره سر کار مشکل بابت زندگیش نداشته باشه. منظور شما و سوال اینه که 250 میلیارد تومان داره قضاوت میکنه مثلا یه جورایی مثلا انگار به میانگین 125 میلیارد این بر 11 تا قرار داده 11 تا اون بر مثلا عملکرد کسایی که دستمزدشون در یک فصل مثلا 250 میلیارد 300 میلیارد در یک مسابقه میخواد بررسی کنه. 1 میلیون تومان میخوام 6 ماه بعد بهش دقیقاً بدیم. چه اون 1 میلیون تومان با اشاره با کد حالا اجازه ندارم اسم برند بیارم. پول یه جفت جورابه شاید یکی از اون رفقایی که تو زمین هستن. توی این بس البته ما یه کاری کردیم آقای کاظم‌زاده در این برنامه. معمولا نگاه منفیه دیگه، نگاتیوه. آقا در مهمترین مشکلات داوری در این فصل چه بود؟ چند تا بازی مشکل داشت؟ ما اومدیم با انرژی مثبت داریم از ارتقای سطح داوری صحبت میکنیم. تو اون بحث پرورش استعداد هم یادمون باشه، به هر حال شاید من خودم تو بحث دوسه یه چالشه ای دارم. به هر حال باید از یه طرف اون فغانی جوان، اون سعید مظفری‌زاده جوان، اون محسن ترکی به روز، اون مسعود مرادی وقت، اون علی خسروی وقت، یه جوونی که یه استعداد داره یه جا فرصت پیدا بکنه. ما تو راش حالا با مهمانان ما احتمالاً ما خیلی صحبت می‌کنیم و خیلی هم شاید چالش داشته باشه سر این موضوع. ورزشگاه اون دو تا رو دو تا راه بگم. ورزشگاه آنلاین تی وی 5 که نشانی ما در فضای مجازی است میتونید برید اونجا به گزینه‌ها رأی بدید. گزارش شده در بخش استوری یا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 10541 پیامک بکنید. هم زیرنویس میشه سوال پیامکیمون، هم در فواصل برنامه به شکل وله تقدیمتون خواهد شد. این بخشم که اختصاصی منه تلویزیون، یعنی اینکه 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از پایان برنامه حدود ساعت 12 ظهر از 9:30 تا 12 تیتراژ به تیتراژ رو میذارن کامل و بخش‌های مختلفی از برنامه از گفتگوهای میهمان پلاتوهای آقای کاظم زاده و اینها رو هم میان بخش بخش میذارن. من خیلی از این بخش خوشم میاد. با ما همراه باشید در ورزشگاه.
خیلی متشکرم خانم آقایان که همراه هستید با برنامه ورزشگاه. در هفته که گذشت مسابقات جهانی کشتی رو داشتیم، فرنگی و آزاد. آزادمون رو که کیف کردیم. حیف این جوون دوست داشتنی. همین رقابت، همین لحظه است. یک لحظه فراموشی، یک لحظه فشار، یک لحظه غفلت میتونه نتیجه رو عوض کنه و برای زاره این اتفاق افتاد. ولی واقعا این کلیشه در موردش صدق میکنه که چیزی از ارزشش کم نمیکنه. فوق‌العاده است. نخودی و یزدانی، حسن یزدانی که اصلا سمبل کشتی ایران شده. حسن یزدانی با احترام به تمام کشتیگیران تفاوتی نداره، ولی خب حسن به خاطر تداوم و این پیوستگی موفقیت‌هاش و مخصوصا اون دو قطبی یزدانی تیلور و موقعیتی که یزدانی درش داره کشتی میگیره، یه جورایی تبدیل به سمبل شده. در مورد کشتی فرنگی توضیح بدم خیلی کوتاه. محمد بنا گفته میشه که استعفا داده، خسته نباشید میگیم بهش. محمد بنا همونطور که آقای دبیر رئیس محترم فدراسیون کشتی اشاره کردن، برای ما امروز دیروز نیومده. محمد بنا در المپیک برای ما طلا گرفته، محمد بنا در جهانی برای ما طلا گرفته، محمد بنا فرنگی ما رو از خاک بلند کرده بود، دوباره بردتش بالا. حالا به هر دلیلی، بحث فنیش به کنار، نقدم میکنیم، ممکن توش که مشون هم بریم. البته ایشون انقدر بزرگن در کشتی که من این اجازه رو به خودم نمیدم، کارشناسان کشتی رو عرض میکنم. ولی ما فراموش نمیکنیم گذشته ای که محمد بنا داشته. محمد بنا عزیز کشتی ایرانه، حتی اگر برکنار بشه یا استعفا بده یا دیگه سرمربی تیم ملی کشتی ایران نباشه. بنابراین به نظرم با نقدهایی که گاهی اوقات تندروی درش هست و مباحث فنی نیست، دل به درد نیاریم. ما حق داریم از نظر فنی هر کسی رو نقد بکنیم، از رئیس فدراسیون گرفته تا سرمربی، تا مربی، تا کشتیگیر. بحث فنی است، تعارف هم با هم نداریم. ولی بنا نیست که زحماتی که یک شخص کشیده رو زیر سوال ببریم. ضمن اینکه معتقدم، اشاره بکنم به صحبت یکی از کارشناسان دوست داشتنی کشتی، دیروز باشون صحبت میکردم، آقای منصوریان، گفت آقا نه اون دور قبل چهار طلا حقیقت واقعی کشتی فرنگی ماست، نه این دو نقره و یک برنز این دور حقیقت واقعی کشتی ماست. بپذیریم گاهی اوقات برامون خوب میچرخه، گاهی اوقات خوب نمیچرخه. به هر حال امیدوارم امشب دو تا فینالا رو دو تا طلا بگیریم. انشالله. من هم سوالاتی دارم درباره عملکرد کشتی فرنگی، اما یه پیش بینی هم میکنم. مثل خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه، مثل خیلی از مربی‌های بزرگ دیگه، قطعاً آقای بنا دوباره هم برمیگرده. پس وقتی می‌خوایم قلمی رو بزنیم، متنی رو بنویسیم، انتقادی رو هم بکنیم، حالا کارشناسای کشتی رو عرض می‌کنم، بدونن که مثلا دارن درباره سرمربی آینده یا بعدی تیم ملی کشتی فرنگی صحبت می‌کنن. یعنی این نیست که آقای بنا دیگه بره خونش، دوباره سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران میشه آقای بنا. با امید خدا انشالله هرچی که خیره. امشب آرزو موفقیت میکنم برای کشتی ایران، فوق‌العاده خوب و عیور کشورمون، شاگردان پژمان درستکار. امیدوارم که دو طلا و یک برنز رو ما امشب بتونیم به دست بیاریم. زارم فدا سرش که نرفت فینال، انشالله برنزش رو قطعی میکنه، میگیره، راحت هم میگیره، مثل آب خوردن، خیلی سطح فنیش بالاست. و دو تا طلا یزدانی و نخودی رو باهاشون کیف کنیم. آیه یزدانی که دیگه حافظ جان رکورد معروف و زد دیگه، یعنی در واقع میشه هشتمین مدال به هر حال، حالا طلا، نقره، هرچی، مثلا در کشتی آزاد. بله. و از جام پهلوان تختی و ارزم بزرگ شما آقای سوریان هم از این نظر در کشتی که هفت تا گرفتن چه پیش افتاد. این مقدمه که یکم طولانی شد به خاطر این بود که اخبار منهای فوتبال این هفته رو با هم دیگه ببینیم. صبحتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه از شبکه 5 سیما. شنبه هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور برگزار شد. هفته هفتم هنوز تاریخ دقیقش مشخص نشده. این نتایج به دست اومد که خدمتتون عرض می‌کنم. 19 شهریور تراکتور 1-0 صنعت نفت آبادان رو از پیشرو برداشت تا اولین برکنار شده ی لیگ امسال رو شاهد باشیم. رضا پرکاس از سمت سرمربیگری صنعت نفت آبادان برکنار شد. خوبه ادامه پیدا می‌کنه که همچنان باشگاه تراکتور زندانی آزاد می‌کنه. هر روزی که شروع کرد فعلا دو تا زندانی اینجوری می‌تونه آزاد شه. سپاهان و آلومینیوم، وضعیت فوق‌العاده خوبیه که تراکتوری انجام میدن. سپاهان و آلومینیوم بدون گل مساوی کردن تا سپاهان متوقف بشه برای سومین مسابقه. یه کمی عجیبه نتیجه که مراسم یکی از 0-0 اونم تو هفته که یه بازی انجام نشد باعث شد که 12 گل، یعنی یکی از پایین‌ترین آمار تاریخ لیگ برتر از نظر تعداد گل زده. پیکان و گلگوهر سیرجان 1-0 به سود گلگوهر به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی یک پیروزی دیگر رو هم به دست بیارن. مثل پارسال که بردن ولی سر اون بازیکن گابونیشون
سهیش باختن. این دفعه دیگه فکر کنم همه چی رو رعایت کردن که دیگه نباسن. هفته بعدم استقلال بازی دارن اتفاقا. استقلال و نساجی مازندران 3-1 که بازی فوق العاده خوب از شاگردان ساپینتو، رو به جلو هجومی سه تا زدن خیلی نزدن و در نهایت نساجی که نتونست مقابل استقلال مقاومت بکنه. بله، یعنی در واقع یه جورایی مثلا میشه توی این فوتبال گفت انتقام مثلا بازی حذفی هم گرفته شد. دقیقاً. مثل کرمان و زوباهن شپ سوپرجام رو هم برد. چه بسا. مثل کرمان و زوباهن هم یکی دیگه از 0-0 های این هفته بودن که رقابتشون با عبارتش سلطان بگیم، سلطان تساویا، زوباهن مهدی تارتار. 6 بازی 6 مساوی. و 6 امتیاز. ملوان و فولاد به تعویق افتاد. صحبت باید کرد، باید در این خصوص بسیار این صحبت کرد که مهمانای عزیز اومدن، ما ترجیح میدیم با مهمانای عزیزمون در والیبال صحبت کنیم تا اینکه چرا بازی لغو شد، آیا باید 24 ساعت میموندن نمیموندن و بقیه مسائل. دقیقاً. نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس 2-1 به نفع پرسپولیس، بازی که حاشیه زیاد داشت و لوکادیا درخشید برای و پرسپولیس برگشت، یکیش باخت رو 2-1 برد تا همچنان صدرنشین بمونه. و مثل رفسنجان و هوادار 2-1 به نفع مثل رفسنجان، تا رفسنجانی ها هم به پیروزی برسن و از سیستم های تارتار خارج بشه. آید دیگر یه برد و 5 مساوی. این جدول رده بندی که صدرنشینش پرسپولیس هست، 6 بازی 4 برد 2 تساوی بدون باخت، 8 تا زده 2 تا خورده، 6 تا تفاضل گلش مثبت و امتیازش 14. در 5 دوره که پرسپولیس قهرمان شده تو هیچ کدومشون تا پایان هفته ششم به این تعداد امتیاز نرسیده. درست. یعنی عملکرد یحیی گل محمدی در این فصل نسبت به 5 فصل گذشته که پرسپولیس قهرمان شده تا هفته ششم از همش بهتر بود. ریکاوری کردن دیگه. یاره تیم دوم گلگهر سیرجان 12 امتیازی، تیم سوم استقلال 11 امتیازی، 14ام چهارم سپاهان 9 امتیازی، پنجم فولاد همین تعداد امتیاز با یه بازی کمتر. این اگر مگرایی که آدمو اذیت می‌کنه تو جدول شروع میشه. اگر ببرد 12 امتیاز، چند تا بزنه دوم از سوم است، اینا خوب نیست توی جدول لیگ. خیلی شما رو آزار میده. خیلی آزار. خیلی بازی مساوی باشه. تیم پنجم فولاد 9 امتیاز که اگراش آقای عبدالکان توضیح دادن. تیم ششم تراکتور هست 8 امتیازی، هفتم مثل رفسنجان همین تعداد امتیاز، هشتم نفت مسجد سلیمان همین تعداد امتیاز، نهم هم پیکان با همین تعداد امتیاز. تیم دهم جدول 6 امتیازی میشه زوباهن، 11ام نساجی مازندران 6 امتیازی، 12ام مثل کرمان 5 امتیاز، 13ام هوادار همین تعداد، 14ام آلومینیوم همین تعداد، تیم 15ام صنعت نفت آبادان که فقط 4 امتیاز به دست آورده، البته که با یک تساوی میتونه تا رتبه 10ام جدول چه بسا بالا بیاد، و ملوانی که همچنان با 2 امتیاز. و اگر بازیش را با فولاد ببرد، اگر میتونه تا 12ام، حالا چند ببرد، 12 باشد 13 باشد، با 5 امتیاز دیگه 16ام نیست. دقیقاً. خیلی وقتا ما تو رقابتایی که تیم‌های کشورمون هست میشن، حالا تو هر رشته دیگه رقابت‌ها رو دنبال نمی‌کنیم. والیبال قهرمانی جهان مسابقاتش برگزار شد. تیم ما به فینال یا به جام 4 تا نرسید، اما عملکرد خوبی داشتن. والیبالیست‌های کشورمون که در مورد صحبت می‌کنیم، می‌خوایم دیدار نهایی بین ایتالیا و لهستان رو با هم دیگه تماشا بکنیم. خلاصه ای ازش رو ببینید. بازی فوق‌العاده با کیفیتی بود. 3-1 ایتالیایی‌ها بردن، قهرمان شدن. برمیگردیم و با دو والیبالیست درجه یک کشورمون همراه هستیم. صبحتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با ورزشگاه. بینندگان محترم، همونطور که عرض کردم پیش از این خدمتتون، میخوام در مورد والیبال صحبت بکنیم و در این قسمت یکی از مهمانان به جمعمون اضافه شده، منتظر دومیشم هستیم، لیبروی دوست داشتنی تیم ملی والیبال کشورمون محمد رضا حضرتپور عزیز در این لحظه مهمان ورزشگاه هستن. جوانی با کولهباری از تجربه، خیلی سن و سال بالایی نیست، ولی یه بازیکن پخته با دنیایی از تجارب و انشاءالله درخشان در سالهای آینده. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمش. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام، منم سلام میکنم به تمام مردم عزیز کشورمون. دست شما درد نکنه بابت این برنامه و در خدمتون هست. سلام، خیلی خوش آمدید. رسیدن شما بخیر، خسته هم نباشید. اتفاقا حالا برخلاف برخی از منتقدین که شاید مثلا توقع دارن در هر رشته ایران حتما طلا بگیرش تیمی چر ورزشگاهی در رشته انفرادی، به اعتقاد من همین که والیبال سالهاست میتونه به مرحله دوم نمیدونم سوم صعود کنه خیلی خوبه، و من میخوام تحلیل کنید که چگونه به مرحله دوم صعود کردید. والا وینر خب شرایطش خیلی فرق میکرد، شاید سه تا تیمی که جزو 8 تیم وینر بودن راه پیدا نکردن به 4 تیم قهرمانی جهان. خود فرانسه که قهرمان وینل شد به ایتالیا باخت، یعنی نتایج خیلی فرق میکرد. مسابقات قهرمانی جهان خیلی سطحش بالاتره، میشه گفت بعد المپیک قهرمانی جهان جزو بهترین مسابقاته، ولی خدا رو شکر وینل ما
نتیجه قابل قبولی گرفتیم نسبت به حالا سالهای گذشته. تیم خوب بازی کرد ولی خب متاسفانه حالا بازی آخر این چیزی که از خودمون انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد متاسفانه. این کارم هرچی به دست آخر میرسیدید موتور را افتاده بود، یعنی مثلا در دست سوم جلو افتادید، حتی بر با فاصله بسیار کم 25-23 بود اگه اشتباه نکنم باختید، یعنی این فکر کنم اگر روند بازی ادامه پیدا میکرد میشد یه کاری کرد. خب این چیه، بالاخره شاید 3-4 تا از بازیکن‌های برزیل این چیزی که من دیدم فینال المپیک آقای خود رزندم تشریف داشتن اونجا فکر کنم 18 سالشون بود، خب بالاخره این تجربه بهشون اجازه میده که این پهنا خب از ما بالاتر بزنن و به خاطر دو پهن بازی رو ببرن، خیلی تاثیرگذاره. محمد رضا، یه اتفاقی که امسال توی مسابقات جهانی برام افتاد، مسابقه اولتون بود آرژانتین، تیمی که کمتر کسی فکر می‌کرد ما بتونیم شکستش بدیم، یه بازی نزدیک نفسگیر خیلی حساس و در نهایت ما 3-2 بردیم و بعد از اون مسابقه بعدی مجدداً با مصر ما پیروز زمین بودیم. فکر می‌کنم اون بازی و اون شادی ابتدا با آرژانتین خیلی از نظر روانی رو شما تاثیر گذاشت. تأثیر منفی و مثبت اینو خودت بیان بگو. آخه می چیه، خب من نمیتونم در این مورد توضیح بدم چون من میدونم که همه بچهای تیم خب حرفه‌ای هستن، اصلا من مطمئنم که این تأثیر نمیذاره، یعنی برد و باخت رو بچه‌ها تأثیر نمیذاره. بردیم تموم شد، به بازی بعدی فکر میکنیم. خب اگر اینجوری بود ما باید به مصر هم میباختیم. ما بازی آرژانتین رو بردیم، بازی مصر رو بردیم. خب بازی هلند خب یه اتفاقاتی افتاد، اونا خیلی بهتر بازی کردن. چی بود اون اتفاقات؟ چون هلند رو من احساس می‌کردم ببین یکی از اتفاقات این بود که خب پشت خطشون خب یه روز استثنایی داشت. بالاش فکر کنم 32 امتیاز آورد اگه اشتباه نکنم. خب این برای یه تیم فکر کنم کافی باشه. یعنی قانونش اینه که توی هر ست یه تیم 16 تا 15 تا از حمله دریافت کنه. این یه تنر هولوش 32 تا امتیاز آورده بود، خب به نظر من کافیه واسه یه تیم که راحت بتونه یه تیمو ببره. در رقابت ببخشید در رقابت قبلی با هلند هم فکر کنم همین نتیجه سعی شد. دقیقاً. چرا این رو فهم کنید خب که بعضی وقتا با یه تیم سخت‌تره مثلا روبرو شدن؟ نه سخت‌تر نیست، خب این توی لیگ ما هم خب اتفاق میفته. تیمی که 17 هفته 18 هفته قهرمان لیگ بوده میاد به تیم هشتم میبازه. خب بعضی تو والیبال بعضی اتفاقا میفته که یه بازی اصلا من نمیخورن. خب شاید من احساس کردم که اصلا بازی هلند با ایران اصلا نمیخوره من، ولی همینطوری که دیدین بازی لهستان آرژانتین خب خیلی بهتر بازی میکردیم جلوی این تیما. میخواستم اینو بپرسم ازت، قبول داریم اگر هلند رو میبردیم اصلا مدل بازی عوض میشد برامون یا نه فکر میکنی فرقی نداره؟ چرا فرق میکرد، اگه اون بازی رو میبردیم خب به قرعه راحت‌تری میخوردیم، چون بازی رو باختیم ما خوردیم به برزیل. برزیل ولی اگر برزیل رو میبردیم خب اون وقت خیلی فکر کنم راحت تر بود. از بازی مقابل برزیل یکم برامون بگو، مسابقه که خیلی از کارشناسان والیبال معتقد بودن که این مسابقه و این مقطع زمانی یکی از بهترین زمانها برای بردن برزیل بعد از سال هاست یا بعد از مدت هاست بهتره بگم. والا همه بچه ها خب دست به دست داده بودن که این بازی رو ببریم، یعنی خود من 3 روز مونده 4 روز مونده به بازی همش دغدغه اینو داشتیم که این بازی رو ببریم و حتی از چند تا از بازیکن‌های آمریکا خب خودشون گفتن که این بازی بزرگه برای شما، ولی اصلا اون چیزی که می‌خواستیم نشد. میچه ما دوست داشتیم اسم برزیل، چون اسم باقا شوخی نداریم، اسم برزیل خیلی بزرگه. بچه ها هیچ کدومشون من میدونم نه استرس دارن نه استرابی نه چیزی دارن، چون همه بچه ها الان 4-5 ساله دارن بازی میکنن. اینجوری نیست که سال اولش باشه بترسه، این ترسه نبود، ولی خب میگم ما دوست داشتیم که بهترین بازی رو بکنیم. یعنی من خودم دوست داشتم که تیم یه جوری بازی کنه که حداقل آدم میبازه 3-2 ببازه، ولی میگم متاسفانه اصلا بازی رو خیلی بد شروع کردیم و تا آخر. خب من یه نقطه بذارم اینجا صحبت‌ها، چون میخوایم بحثو کم داغ‌تر جلو ببریم، آگهی‌ها رو ببینیم. بعد از اون امیرحسین اسفندیار به جمع اضافه میشه، دومین مهمان والیبالیمون هم رسید. با ما همراه باشید. خیلی متشکرم که تماشا میکنید برنامه ورزشگاه رو. دوتا جوان درجه 1 نامدار و رعنا
کنار ما هستن در برنامه ورزشگاه، دو تا والیبالیست که دیگه معرفی کردم با محمد رضا حضرت پور که صحبت ابتدایی کردیم، با امیرحسین اسفندیار هم الان سلام علیک می‌کنیم و می‌ریم سراغ اصل مطلب. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، تسلیت میگم اربعین حسینی رو در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید جناب اسفندیار. من این سوال رو از شما می‌پرسم چون مقدمه رو با جناب حضرت پور رفتیم، چرا والیبال با همه درخشش‌هایی که داره، می‌خوام از نظر روانشناسی یا چین نکتهش شما بفهمید که مثلا یه موقع شاید طرفداران والیبال ناامید باشن، نتایج عجیب و غریب و درخشان و مثل رقابت‌های قبلی یا حتی دو بازی اول این تورنمنت، بعد یه موقعی که دیگه خیلی امید می‌بندن میگن خب دیگه بریم قهرمان شیم و فلان شیم، حالا مثلا در بعضی از رشته‌ها یه موقع مرحله دوم آدم نمیره ولی اینجا میگن قهرمان شیم، یهو دو تا باخت مثلا سه، دلیلش چیه؟ خب عرض کنم خدمت شما که یه جورایی بعضی موقعا حالا هم ما هم مردم توقعات، مثلا میشه گفت نمیخوام بگم مردم اشتباه میکنن، اما خب توقعا یه سری جاها خیلی انتظارها میره بالا، توقعا میره بالا. من اون پشت که نشسته بودم شما داشتین از آقای حضرت پور سوال میکردین، من این رو شنیدم که شما گفتین چون اسمش برزیله، خیلی ها برگشتن گفتن این برزیل بهترین یعنی راحت ترین برزیلیه که ایران میتونه این تیم رو ببره و صعود کنه به مرحله بعد. درسته این برزیل ناآماده بود، یعنی نسبتاً به دوره‌های قبلی که ما باهاشون بازی کردیم این برزیل یک ذره ناآماده تر بود، اما دیدید که همین برزیل سوم شد. حتی ببخشید میانه کلامتون، در برنامه قبلی تلفنی با استاد جمشید حمیدی که کارشناس برجسته والیبال صحبت می‌کردیم اشاره می‌کردن که برزیل همیشه برزیل اونوریش هم بود. بله دیدید که برزیل سوم شد، یعنی اگر آره مثلا می‌رفتیم به یه تیمی مثل اوکراین یا مثلا ترکیه یا تیمایی که حتی توی هشتیم هم صعود نکردن، یا اوکراین مثلا هشتیم حذف شد، اگر به اون تیم ها میباختیم که اون تیم مرحله بعدیش حذف میشد، میتونستن هم فدراسیون هم مردم، حالا فدراسیون که همین الانش هم حالا جلساتی رو داشتن هم با کادر فنی، بله، اما مردم میتونستن راحت تر ما رو قضاوت کنن. مگه قضاوت شدید؟ کم نه. چی بود قضاوت تر چطوری کرد؟ چون میلاد یه مطلب ازش خوندم، میلاد یکم دلگیر بود. آقا بخواه به خانواده من چیکار؟ دقیقا منم بحثم همینه، چون حالا ما تو تایمی که توی مسابقه هستیم و بازی داریم سعی میکنیم کمتر وارد فضای مجازی بشیم، حتی من خودم توی تایمی که بازی داریم سعی میکنم کمتر حتی به قول معروف استوری بذارم، پست بذارم، بیشتر تمرکزمونو میذاریم روی بازیه. اکثر بچه‌ها هممون همینیم، چون میدونیم که باید رفتیم دنبال یک کار خیلی مهم. یکم از اون نظراتی که میگه قضاوت شدیم و خیلی بابتش آتیش گرفتید برای اون میگید هر دوتا؟ بحث آتیش گرفتن نیست. چرا دیگه آقا آدم زحمت کشید؟ من حرفی ندارم. این که دیگه چیز نیست که اون مسائل نیست. نه بحث آتیش گرفتن نیست، بحث اینه که حرفی که میلاد زده بود کاملا درست بود، چون بارها شده بود که من، میلاد، بچه‌ها، آقای وادی، اینا نشستیم با هم صحبت کردیم. اگر من امیرحسین اسفندیار، اگر آقای حضرت پور، میلاد عبادی پور، محمد وادی و جواد کریمی، اصغر مجرد، هر بازیکنی، اگر یک روزی یا توی یک تورنمنتی یا توی یک بازی روز خوب من یا هر کسی نبود، اون روز روز بد منه، اون اشتباه از منه. به نظر من این نظر منه، دلیلی نداره که خانواده من بخواد مورد لطف مردم قرار بگیره. این بحث همیشه هست که حالا ما هفته اول لیگ جهانی رو با دو برد و دو باخت شروع کردیم، خیلی اومدن حتی توی ایران از خانواده والیبال انتقاد کردن که آره این تیم خوب نیست، نمیدونم باید حداقل سه تا بازی رو میبرد، شروع کردن حالا به هر نحوی کوبیدن. اما هفته دوم
اومدیم تیمای بهتری رو بردیم، آمریکا رو بردیم، کانادا رو بردیم. یک ذره همونجوری بود که عرض کردم، اونجا که ناامید شدن شما یه آره، اوجی گرفت. دقیقاً یک ذره مردم اومدن سمت ما و اون کسایی که می‌خواستن حالا بکوبن تیم رو یه ذره آروم گرفتن. همه هفته سوم که ما لهستان رو بردیم، فقط به ایتالیا باختیم، بعد اسلوونی رو بردیم، بعد صربستان رو بردیم. همون مردمی که حالا یک اینم اینجوری نیستش که حالا اگر خانواده والیبال 20 میلیون بیننده داشته باشه عین 20 میلیونشون بیان به ما بخوان چیز بکنن، نیست. یک آره یه تعداد شما همه جا میگن سرو قامتان ارزشمند، اینجوری نیست. یه نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم و هر دوتا در موردش صحبت کنید، چون تجربه کار با مربیان متعدد دارید. ببین اول که بهروز عطایی اومد شاید خیلی ها منتظر بودن که بگن آقا دیدید ما گفتیم اینم از مربی ایرانی نمیشه، آقا بریم خارج بریم. ولی خدایش بهروز عطایی با شما جوانای درجه یک خیلی خوب کار کرد. اون روند چه اونور نگاه می‌کنی سر بس مربی میشه. من خدا میگم من 4 دقیقه اول سلام رو کردم دیگه. یکم از کار رو بهروز عطایی برامون بگید. از اشاره میده میگه از اسفندیار، آقای اسفندیار جواب دادن، شما بگید بعد ایشون یه پینگ پونگی بریم دیگه. در مورد مربی ایرانی دیگه درسته؟ کار با بهروز عطایی و موفقیتایی که به دست آوردید. والا خب نزدیک به 3 سال پیش هم همین اکیبی که خب تو بزرگ سالان بودیم با آقای عطایی ما قهرمان جوانان جهان شدیم، یعنی با همین کادر فنی. خب اوائل وی‌ان‌ال هم من احساس میکنم که نتیجه بدی نگرفتیم نسبت به حالا سالای گذاشته، خوب بود همه چی. ولی خب من اینو میتونم بگم که خب نیاز به تقویت داره، یعنی شاید خود منم نیاز به تقویت داشته باشم، چون تو سطح بالا خب خیلی ریز الان دیگه والیبال یه جوری شده که رو سیستم دارن بازی میکنن. خب شاید به خاطر یه پوان تیم خب ببازه و ببره، یعنی پوان بالا 24 24، شما اگر خب انقدر کمک کنی خب بازیکن‌ها رو کادر فنی رو که بتونه یه سیستمی بهت بده که خب بتونی بازی رو ببری، نه اینکه 24 مثلا 24 سیستم آنالیزمون باید کامل تر بشه که کمک دست، نه نمیگم کامل تر، خب بهتر بشه، یعنی زیاد بشه به نظر من. خب خیلی بهتره دو تا آنالیزور باشه، دو تا کادر فنی باشه، خب خیلی بهتره. کمک آقای عطایی و من میدونم که خب سال بعد خیلی بهتر میریم جلو و تورنمنت مهمتری داریم. دقیقاً انتخابی المپیک خب خیلی باید زحمت بکشیم، کامل کامل باید بریم که خب بتونیم اون سهمیه رو بگیریم. دقیقاً نظر شما؟ من والا حرفای محمد رضا که کاملا درسته، من یه جور دیگه میخوام بیانش کنم، اینکه نمیخوام از حالا بگم چون کادر ایرانی حتما موفق میشیم یا خوبن و اینا، نمیخوام از اینا تعریف بیش از اندازه بکنم. اما حالا هم مردم هم فدراسیون هم شما قطعا والیبال رو دنبال میکنید میدونید چه جوریه. ما نتایجی که با مربیای خارجی گرفتیم با مربی ایرانی هم گرفتیم، پس این یعنی که هم کادرمون چیزی از کادر خارجی کمتر نداره، همین که بازیکنای قابل قبولی داریم که میتونن با رفتن بزرگامون، حالا مثل آقای موسوی، مثل آقای معروف، مثل آقای غفور که 10 سال 13 سال توی تیم ملی بودن و میشه گفت فشار تیم رو داشتن حمل میکردن با خودشون، ما بازیکنایی داریم که بعد از رفتن اونا هم زحمت کشیدن، اول زحمت اونا بوده که والیبال به اینجا رسیده، ما الان ادامه راه اونا رو داریم میریم. اما ما بازیکنایی هم داریم که بعد از این بازیکنای بزرگ بتونیم این راه رو ادامه بدیم. ما دو کلن 3 بار رفتیم فینال لیگ جهانی، 2 بارش با کادر خارجی بوده، 1 بارش هم همین اولین حضور کادر ایرانی باشون رفتیم فینال لیگ جهانی یا جزء 8 تیم برتر. دوره قبل یعنی دوره قبل نمیدونم دقیقا، آره همین قهرمانی جهان تیم 13ام شد، الان هم ما بازم 13ام شدیم. میتونستیم نتیجه بهتری بگیریم اما دوباره 13ام شدیم. قهرمانی آسیا ما هم قهرمان شدیم، تیم دوره قبلم قهرمان شد. نمیشه خورده گرفت به این کادر که
تیم ضعیف‌تر نتیجه گرفت، چون دقیقاً نتایجش برابر بوده. والیبال وارد یه ریلی شده، بله، تو ساختار، تو هوادار، تو ورزشکارش، تو مربیش، که دیگه با خارجی، با داخلی، با نیروی جوان، با نیروی قبلی، در واقع همین حدود نتایجو داره میگیره، میره به مرحله دوم مثلا، بله، جهانی میرسه تو آسیا، حالا یا اول یا دوم تو رقابت با ژاپن. که من این سوال مشترک در همین خصوص دارم، الان واقعا واقع بینانه ما جلوتریم یا ژاپن؟ هر دو لطفا جواب بدید. و چه باید بکنیم که اگر جلوتر نیستیم ژاپن رو بگیریم؟ اتفاقا من همین 20 ثانیه پیش میخواستم یه حرفی بزنم، شما خودتون پرسیدین. فرکانس هست؟ نه خدایی، یه جوریه که خب ما همه چی رو گفتیم، ولی با این ذهنیت بخوایم بریم جلو، ما سال بعد خب قطعا به مشکل میخوریم. الان به کدوم ذهنیت؟ که بریم اونجا دیگه سال قبل. حالا من حرفای اسفندیار رو کاملا قبول دارم، من کاری ندارم با حرفای چیز اسفندیار، ولی اینی که شما دوره قبل 13ام شدیم، میگه ما امسال هم 13ام شدیم، خب این نتیجه خوبیه به نظر من، این پیشرفته نیست. خب چون ما جوونیم، خب ما میتونستیم بازی برزیل اگه میبردیم، ما میتونستیم 4 تیم هم بریم، ولی با این ذهنیت بخوایم بریم جلو، خب قطعا به مشکل میخوریم سال بعد، چون ژاپن جزو الان تیماییه که چهارم پنجم دنیاست. یعنی سال بعد ما خیلی کارمون سخته، یعنی باید ما خیلی خوب تمرین کنیم، برنامه ریزی خوب، اردوی تیم ملی خوب، بازی دوستانه خیلی خوب باید بریم جلو که بتونیم اون تیما شکست بدیم. سوالی که آقای عبداللهیان پرسیدن، الان به نظر ژاپن جلوتر از ما؟ الان ژاپن به نظر من جلوتر از ما. شما نظر چیه؟ ژاپن خیلی خوب پیشرفت کرد نسبت به سالهای گذشته، که راحت‌تر ما توی آسیا قهرمان می‌شدیم. ما حتی دوره قبل 2019 بود که توی قهرمانی آسیا به میزبانی ایران هم بود تو تهران، ژاپن حتی توی چهار تیم هم نیومد. ما خیلی راحت از اون طرف، البته ما یه باخت داشتیم به استرالیا توی مرحله گروهی باختیم، ولی فینال دوباره استرالیا رو بردیم. ژاپن خیلی پیشرفت کرد، وقتی که تیمی میاد توی یه تورنمنت برزیل رو میبره، آمریکا رو میبره، فرانسه رو 3-2 میبازه، معلومه که هم روشون خوب کار شده، هم پیشرفت خیلی چشمگیری داشتن. اما خب ما عقب نیستیم. به نظرم توی بازی اون شرایط جوی که توی بازی حاکمه باعث میشه که یه تیم ببره یه تیم ببازه، وقتی دوتا تیم توی یه لول باشن. به نظر من ژاپن قطعا پیشرفت کرده. چند تا بازی پشت همه که جلو ژاپن داره واسه ما یه جوری میشه که ما ببازیم. روزی یه دفعه هم که این وسطا بردیم. خب ما ژاپن رو توی قهرمانی آسیا 3-0 بردیم. آره قبول دارم، ولی قبول داری که مثلا 5 باری که اخیرا با هم بازی کردیم مال ژاپن بود؟ آره، ژاپن بهتر بازی میکرد، شاید به خاطر ذهنیت ما بوده، شاید هم واقعا از ما رفتن جلوتر. حالا یه جوری نمیخوای قبول کنی که نمیگم ببین آقا، قطعا تیمایی که شما الان توی شما رنکینگ 24 تیم قهرمانی جهان رو نگاه کنید، قطر از چین بالاتر بود. این بده؟ نه ولی ببین، نه شما میگی این بده، ولی نگاه کنید قطر کار کرده. قطر فکر کنم 19ام یا 20ام وایستاد، چین 24ام شد، ژاپن اومد 9ام شد، ایران 11ام. گاهی اوقات نمیتونی به رنکینگ خیلی اکتفا بکنی، قبول داری؟ اینم درسته، ولی خب اگر ما حالا نمیخوام چیز کنم، ولی اگر شرایط به گونه ای رقم میخورد که ما بازی هلند رو میبردیم، یه قرعه راحت‌تری به نصیب ما میشد، من فکر میکنم چیزی که یادمه، بازی با هلند رو اگر 3-1 میبردیم میخوردیم به ترکیه. آره، اما ترکیه مگه بد بازی کرد جلوی آمریکا؟ نه، بازی 3-2 شد، به قول معروف با آژانکشی آمریکا بازی رو برد. ببین همه اینا که میگی رو قبول دارم، منتها باز اون بحث این که ما و ژاپن
سوال اصلی آقا شما دنبال میگم ژاپن جلو سر چش. نه من که خودم تو بگی ایران. سوال آقای عبدالله یه کلمه میخوام یه گزارش ببینیم. آره بیشتر شما به نظر شما ما روی شرایط تا آره چه بکنیم که بگیریم ژاپن ما همش برسه انرژی مثبت آینده است. حالا خیلی روی یک سری قطعا ما روی یک سری نقاط ضعف داریم. گزارش رو باید ببینیم. روی یک سری نقاط ضعف داریم. اون نقاط رو باید قطعا تقویتش کنیم تا بتونیم حتی ما هدفمون جهانیه. تیم‌های بزرگتر از ژاپن. بله. ما با برزیل مثلا بازی می‌کنیم. ما با آمریکا بازی می‌کنیم. اما خب قطعا همه تیم‌ها یک سری نقاط ضعف و قوت دارن. نقاط ضعفمون رو اگر بهتر بکنیم میتونیم همه تیم‌ها رو شکست بدیم. خیلی متشکرم از امیرحسین اسفندیار عزیز و محمدرضا حضرت‌پور نازنین. یه گزارش والیبال ایران برزیل می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. برگردیم بعد دیگه بحثمون یه کمی رفاقتی‌تر و بیا تو فضای باحال و دوستانه والیبال ادامه پیدا بکنه. نه حالا صرفاً اون سختی‌هایی که تو زمین دارن می‌کشن. با ما همراه باشید. خیلی متشکرم که تماشا میکنید ورزشگاه رو. اینجا در زمانهایی که بخشای متعدد پخش میشه خیلی شلوغتر از این حالت آرام ماست با دو تا رفیق درجه یک محمد زرزاد. شما خط داده بودیم قرار رفاقتی بریم و بعد این سال یه سال فنی یه سال فنی مونده بعد بریم رفاقتی. کی با کی هم اتاقیه؟ کی با کی دوست؟ کی سر به سر کی میذارن؟ الان یکی از عزیزان دیگه تیم ملی والیبال هم جو همراهی میکردن عزیزان، عکس یادگاری، خنده، شوخی. چرا ما در والیبال امتیازات زیادی رو تو پس سرویس از دست میدیم؟ نه این زمین هر دو پاسخ میدی لطفا. چرا از اون یه نگاه اینجوری میکنه با پشت چه؟ من کارم این چیه؟ من کارم دریافت کردم، من سرویس نمیزنم. سرویس ها آقای اسفندیار. سوال فنیه یکی لیبروی تیم. حالا از آقای فرهاد ظریف پرسیده بودم لیبروی وقت چرا مثلا میگه آقا خوبه که سیدمحمد موسوی این کارو بکنه یا مثلا سعید معروف این کارو بکنه. سوال دیگه شما جواب دادی مثلا باید چی جواب سرویس نمیزنم به خاطر همینجا. شاید میگفتی مثلا چرا انقدر مثلا دریا خراب میکنی؟ من جواب جان چه اتفاقا نه قرشو میزنی؟ آره اون که آره من قرشو میزنم، من خودم چون وای میستم اونجا. بفرمایید. به خاطر اینکه انقدر قدرت اسپک ها و سرعت بازی بالا رفته، شما اگه سرویس ساده بزنی دریافت پلاس پلاس برسه برای دفاع تیم خودمون کار سخت میشه. مجبوریم قدرت سرویس و ریسک سرویس رو ببریم بالا که هم بتونیم ایس بگیریم، هم بتونیم دریافتا رو از تور فاصله بدیم که دریافتا بلند بلند بشه کار دفاعی راحت‌تر. این با تمرین بیشتر به هر حال میتونه تعداد این امتیازات از دست رفته کم بشه؟ قطعاً میشه، ولی خب سرویس با ریسک بالا که میزنی قطعاً خرابی خاص خودش هم داره. البته ببخشید من اینم بگم، ما تو هم وی ان ال فکر کنم و هم جام واگنر جزو بهترین تیمای سرویس هم بود. تیم نفر ایران رنک یک سرویس هم همین بازی آخر حریف هم کار میکرد. خب ما بره. خیلی تو این بخش امتیاز از دست. خب آقا شما رو توی اردو به چی میشناسن آقای حضرت‌پور؟ والا بچه‌ها که از چه لحاظ؟ از چه نه؟ یا اسم اول بگو. والا اسمو که یزا یه آبروی ما رو بردن. چی؟ یزا والا... یزا؟ چرا یزا؟ آخه نمیدونم. نه خب میدونی که داداش تو میدونی برای خودت همینه دیگه. نه نه دیگه داداش دیگه در این حد نیست خدایی. یزا خب بذار ببینم چرا یزا. آخه توی ارومیه، ترکای ارومیه فکر کنم اینجوری صدا میکنن رضا یا چیزایی که ر رو چیز داشته باشه. رضا آره. آره دیگه یزا مثلا عبدیزا اینجوری صدا میکنن. بیشتر تفسیرش عبادی پور بود. آره. میلاد تفسیر میلاد. البته 100% قضیه میلاده. میلاد هر چیز کلا میشه بچه‌ها اصلش میلاد الان هم نیست. آقا رفتارش شخصی داره آقای حضرت‌پور. آقای حضرت‌پور یعنی اصلا محمدرضا حضرت‌پور رو اینطوری نگاه نکنید. واقعا یعنی دوربین تموم میشه اصلا یه آدم دیگه است. اصلا اینطوری آروم نیست. یه چیزی بگم تازه من چون شما اینجا بیشتر با آقای اسفندیار صحبت می‌کنید، اینجا گاهی اوقات کمک همکاران طراح صحنه، مدیر صحنه مثلا یه 10 ثانیه 20 ثانیه یه کاری می‌کنه اصلا. رضا فوق‌العاده آدم شوخیه و بگو بخنده و دوست داره تو جمع باشه همش. یعنی اون دوست داره جمعی که هستیم همش بگو بخند باشه. بیا یک جهانی رو تصور کنیم
که بدون رضا نه 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 چون محمد نه که محمد رضا حسنی که محمد رضا حضرت پور رئیس فدراسیون جهانی والیباله. خب به نظر چه آینده ای داره والیبال؟ من والیبالو میذارم که و بیا تو همین جهان در مورد امیرحسین اسفندیار تصور کنیم که ایشون هم رئیس فدراسیون والیبال جایگاه داورزنیه. آره رئیس فدراسیون والیبال ایران. من احساس میکنم که خیلی پیشرفت میکنه والیبال. جدا خدا شکر داره خیلی پیگی. نه 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 اولش گفتی رئیس فدراسیون جهانی. نه من اونو نشیدم. من رئیس فدراسیون جهانی. خدا وکیلی بحث مدیریتی خب مثلا تو هیته کاری ما نیست. ما ته مدیریتمون اینه که تو تیم همدیگر رو مدیریت کنیم، جمع کنیم و این چیزا. خب رضا لیبرو توی زمین لیدر تیم دیگه، یعنی به یه جورایی میشه گفت گرم کنه تیمه، باید تیمو گرم کنه، تیمو جمع کنه. توی دریافت‌ها لیدر تیم ایشونه، توی توپگیری لیدر تیم ایشونه، حتی توی توپایی که مثلا بخوام عامیانه براتون بگم سرویس می‌ذاریم هایبال میشه، باید دفاع بپره یا نپره رو لیبرو عقب زمین میگه. شما آقا میلاد چی صدا میکنید وقتی ایشون آقا یزا میگن؟ من فکر کنم ایشون هم یه میلاد یه چیز عادیه دیگه، همه میگه میلاد میخواستم وقتی رضا این نام ارزش میشه یزا میگم مثلا میلاد چیز خاصی ده. نه بقیه حواشی داشتی میگفتید یه چیزی درباره آقا میلاد؟ میلاد نه میلاد هر چی حواشی هست همون شروع کنندش میلاده، ما هیچ کاری نیستیم. میلاد هم که الان نیست و نمیتونه کاری با ما داشته باشه. امیر حسین تو آشپزی خوبه نه؟ من نه چی گفته؟ نه؟ بشون مهمون کرده بودی؟ عکسات همه جا هست بابا. آره هستی نخواهم نشون آشپزی کردی دیگه؟ گاز و قابلمه چی درست کردی؟ همینجا برای درست کنم. جدی چی درست میکنم؟ میخواه بریم شبکه سه آقای سامان گلریزه چیز بریم اونجا میتونم. نه جدی چی درست میکنم؟ ما اینجا به خانه برمیگردیم داریم خودمون. اوه آره حواسم نبود. چی فکر کردی؟ من چیزی که بلد باشم درست میکنم. مثل من توی لهستان برای بچه ها لفظش اومدم بچه ها گفتم تو رو خدا درست کن دیگه، صحبت کردیم با هتل و با سرپرست و اینا رفتیم وسایلش رو تهیه کردیم. روز اول سرآشپز من بودم، آقای تولیکم بیشتر کمکم کرد. من لوبیا پلو درست کرده بودم، برنج سفید و یه خورشت مرغ درست کردم، بچه ها نشستیم با هم خوردیم دور هم. خورشت مرغ؟ چجوری میشه؟ خورشت مرغ دیگه. ببین زرشک پلو چون زرشک نداشتیم دقیقاً میشد زرشک پلو باشه، چون دقیقاً مرغ شبیه زرشک پلو بود، ولی خب زرشک نداشتیم، توی لهستان نمیتونستیم زرشک پیدا کنیم. روز دوم آقای تولوکیان سرآشپز بود، من کمکشون کردم چون ما تمرین بودیم، بلافاصله من زودتر برگشتم که کمکشون کنم. کباب تابهی درست کرده بودیم، مرغ درست کرده بودیم و یکی دو مدل یه حالت خوراک درست کردیم بغل مثلا چیز بغل گوشت و مرغ بچه ها میزی چی دیا؟ آره بعد برنج سفید هم که گذاشتیم چیه خارجی که باشه اصلا باشه بده نمیکنه غذای ایرانی و شما من خب... هنره چیه های خوب خواستم توضیح دم خب من خب یه چند سالی تنها زندگی کردم، بعد یک سالم که خارج از ایران زندگی کردم دیگه آشپزیم اوکی شد. ما خانوادگی آشپزیم جدا؟ من بابام هم آشپزه، آشپزی میکنه. البته الان اینجوری نیستش که ولش کنی بخواد آشپزی کنه، نه، ولی دیگه مجبور بشه آشپزی میکنه. آشپزی میکنه ولی یه جوری آشپزی میکنه که دلت میخواد دیگه کلا ایشون آشپزی کنه. دقیقاً. دمشق شما چی؟ هنر از من چی؟ من در حد اینکه یه نیمرو بزنم بخورم. اونم تازه ظرفشو نمیشه. آره دیگه اونم احتمالاً میمونه دو روز دیگه. فهمید بمب انرژی ان. مثلا وقتی آرژانتینو بردید ایشون اولین جمله‌ای که باعث شد که سطح روحیتون بالاتر بره چی بود؟ آرژانتینو بردیم. خب آخه می چیه؟ یادم نمیاد. پوان به پوان ما همدیگه رو حمایت میکنیم. اینجوری نیست که مثلا با حرف من تیم بیاد بالا. اینجوری نیست. من سعی میکنم چون کارم خب بهتر از بچه‌هاست. بچه‌ها سرویس میزنن، اسپک میزنن، دفاع میکنن. خب تو همه چی هستن. من بیشتر سعی میکنم که خب آروم کنم بچه‌ها رو، یا کسی که مثلا حال نداره خب یه دو تا مثلا ای ولی یه چیزی بگم که بیاد بالا. اینجوری نیست مثلا یه حرف بگم اینجوری نیست که مثلا کل تیم حالا به خاطر حرف من بیاد بالا. اونجوری یه پن یه پن. رفقا شما که روسیت قحطی شد داری میری به سلامتی، شما هم که پیکان همچنان قصد رفتن
والا امسال خب یه تیم داشتیم، حالا ان شاء الله سال بعد ببینیم چی میشه. بس به فکر لژیونر شدن هست. آره صحبت کردیم باشون، حالا خب اتفاق نیفتاد ان شاء الله سال بعد ببینیم چی میشه. کدوم کشور ترجیح میدی برای والیبال؟ ایتالیا، لهستان، همین روسیه. تیم لیگای خوبیه. سرمایه روسیه رو چیکار می‌کنی؟ سرمایه روسیه رو صحبت می‌کنیم با باشگاه لباس گرم بدن. خوبه. نه جدی می‌تونی اونجا زندگی رو تحقیقات که من هم یه بار با تیم ملی رفتم اونجا، هم یه بار سالی که بلژیک بودیم کاپ اروپا رفتیم اونجا بازی کنیم، هوای منفی 12-13 درجه رو نتونستم تحمل کنم. اما این شهری که من دارم میرم شنیدم توی زمستون هواش منفی 40 درجه هم میرسه. پس موفق میشه برادر از موفقیت کنم. دور از شوخی، خیلی متشکرم ازت رفقا، دمتون گرم، واقعا کیف کردم کنار شما. اصلا این یه بخشی رو که تماشا کردید اجرا نبود، یه گپ کاملا دوستانه با دو تا از قهرمان‌های کشورمون بود، محمد رضا حضرت‌پور و امیر حسین اسفندیار نازنین. صحبت پایانی. تشکر می‌کنم از شما که این وقت رو به ما دادین و تشکر می‌کنم از همه بچه‌های تیم، چون من بودم دیدم واقعا بچه‌ها چه شبایی که با استرس، حالا با درد، چون شما تایمی که توی مسابقه هستیم بله، شما فقط باید بری اتاق پزشکی ما. آره. بعد از بازی که برمیگردیم، من بازی با آرژانتین تموم شد، برگشتیم هتل، من آخرین نفر فکر کنم اومده بودم بالا، از جلو در اتاق پزشکی داشتم رد میشدم، 8 نفر تو اتاق پزشکی بودن. این مسئولیت ها میگم واقعا آزاردهنده است، ما باید همه جانبه ببینیم زحمات ورزشکارانمون رو. همه شما گرم بابت این برنامه. خب تونستیم با هواداره والیبال خب یه صحبتی داشته باشیم با شما و تحلیل کنیم تیم ملی رو، و امیدوارم که بتونیم سال بعد خب یه نتیجه خوبی بگیریم که مردم از همون راضی باشن. سال خیلی حساسی پیش روی شماست، یه بار دیگه بهتون خسته نباشید میگم، قدردان زحماتتونیم. البته انتظارمون بیشتر از ایناست، به عنوان اینو اصلا بخش از جامعه ورزش نمیگم، یه آدم عادی، یه فردی از جامعه این رو داره مطرح میکنه. و یه تشکر ویژه از محمد طاهر وادی عزیز که پشت صحنه باش بودیم، آدم درجه یک چون لودانی بسیارم. آره. ایشون پاس توده رو همینجا میداد با آقای دقیقاً. پس میگم یه جمله در آقای وادی بفرمایید هر کدوم، بعد ما دیگه خدافظی کنیم. یه جمله در آقای همینقدر محجوبن که تو چهرهشون نمایانه یا دیگه؟ من 3 سال با آقای وادی دارم کار میکنم دیگه، 3 سال تقریبا توی تیمی دیگه، فکر کنم خیلی هماهنگ شدیم، یعنی جزو اون بازیکنایی که این هماهنگی بین دوتامون خیلی زیاده توی بازی. چشم همون میخونیم. آره اصلا یعنی واقعا نگاه نمی کنیم، صدا نمی کنیم هم دیگر رو، در این حدی که تو زمین دیگه میفهمیم که این توپ بالمونه، اون یکی توپ مال منه، یعنی متوجه چیز دیگر هم میفهمیم تو نگاه دیگه که نه دیگه فقط تو بازی. خب و شما دوباره بازی. ممنونم. محمد وادی یک آدم بسیار خوش اخلاق و اینجا محجوبیشو نگاه نکن، همینو می‌خواستم. آره این پشت دوربین حالا میرسه به خدمتمون. فوق‌العاده فان و آدم شوخیه، آدم خیلی، من فکر کنم امسال رفت توی ششمین سال یا هفتمین سالی که با محمد رفیقم و فوق‌العاده آدم خوبیه. من توی این 6-7 سال از محمد هیچ بدی ندیدم. از حضور ارزشمند هر دو حضور با خیلی تشکر. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که اومدید. تا میگه به اسات مسلط باشه، خبراشو داریم که فشار عصبی و قشیه دیگه، حالا دیگه مطرح نکنه، وقت نداریم الان، میخوام همینجا فقط گفتم بدون در جریانش هستی، من میخوام این صحبت رو کنیم. چیز میشه. آره یا دست بی قرار اینا. خب اولین تمرینات تیم ملی فوتبال کشور ما کارلوس کیروش برگزار شد، اولین گفتگوی رسمی کیروش هم با رسانه‌ها صورت گرفت. ما گزارشی رو در همین خصوص می‌خوایم تقدیم شما بکنیم و با دو قهرمان والیبال کشورمون هم خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنونم بچه‌ها. ببینید بخش بعدی رو. Following the players outside very careful.
عمل کرده تمامی بازیکنان رو، چه بازیکنانی که خارج از کشور دارن بازی میکنن و چه بازیکنانی که اینجا حضور دارن در کنار ما، به صورت بسیار از نزدیک داریم بررسی میکنیم و فردا بعد از ظهر لیست نهایی بازیکنانی که در اردوی اتریش کنار تیم در خدمت تیم خواهم بود رو اعلام خواهیم کرد. این قدم اولی ما، قدم اولیه ما برای برنامه پیشرومون که جام جهانی هستش خواهد بود. مطلب اولی که میخوام عرض بکنم، میخواستم مراتب تشکر و تقدیر خودم رو به خاطر از طرف خودم و از طرف کادرم به خاطر این فرصت مجددی که دوباره به ما داده شد برای اینکه دوباره بتونیم در کنار در خدمت تیم ملی باشیم، میخواستم مجدد تشکر بکنم که بتونیم با همدیگه البته به رویای هواداران فوتبال ایران برسیم. ما در حال تدوین یک برنامه کامل هستیم. وقتی این برنامه به تایید فدراسیون رسید مطمئناً در اختیار رسانه‌های محترم هم قرار خواهیم گذاشت. As a professional coach, I know the evolution of football. مطمئناً به عنوان یک مربی حرفه‌ای من از مراتب پیشرفت تیم‌ها، همه تیم‌ها اطلاع دارم و الان اتفاقی که داره می‌افته تمام تیم‌ها در حال رشد هستند. خدا رو شکر که ما قرار با انگلیس بازی کنیم. ما دوست داریم مقابل بهترین تیم‌های جهان بازی کنیم. انگلیس یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر اروپا هستش و همینطور ایران هم یکی از بهترین تیم‌های آسیا و به همین دلیل هم هست که ما اینجا هستیم. ما منتظر یک بازی بسیار خوب هستیم. There is a lot of things that we still are working, not only with the system, with the staff and the coaching staff, but also equipment, also facilities, also players. مسائل زیادی هستش که هنوز داریم روشون کار میکنیم، نه تنها راجب کادر، راجب تجهیزات، راجب امکاناتمون و راجب برنامه ریزی هایی که پیش رو داریم و بازیکنان. I don't have first, second and third options. من انتخاب اول، دوم یا سوم ندارم. I have options. من انتخاب دارم. And انتخاب های مختلف. As it was announced, the option it is Javad Nekoman. So there is no other option. و همون جوری هم که این مطلب مطرح شد، انتخاب بنده جواد نکونام هستش. هیچ انتخاب دیگه ای ندارم. خیلی متشکرم از اینکه ورزشگاه رو تماشا میکنید از شبکه 5 سیما. همطور که اشاره کردم خدمتون، امشب دو فینال بسیار مهم داریم در کشتی آزاد. نوخودی با باروز آمریکایی کشتی خواهد گرفت و حسن یزدانی هم با دیوید تیلور آمریکایی. دو طلا در حال بالا آمدن هست، در حال بازیابی هست برای کشورمون. امیدوارم که بهش بتونیم دست پیدا بکنیم. در نهایت ارتباط مستقیممون برقرار شده با بلگراد و دوست همکار ارجمندمون شهاب قاسمی تا در مورد مسابقات امروز اوزان دیگر و البته فینال ها و مسابقه رده بندی زاره برای ما توضیح بدن. آقای قاسمی سلام بر شما، وقتتون در بلگراد بخیر. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی آقای کاظم زاده عزیز. سلام میکنم به شنوندگان برنامه پرمخاطب ورزشگاه و بینندگان این برنامه. امیدوار هستم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. فرارسیدن اربعین حسینی رو هم خدمت همه هموطنان عزیزم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اشاره فرمودید که ما امشب دو فینالیست داریم در جریان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان. دو فینالی که سال گذشته یکی به سود ما و دیگری به سود آمریکایی‌ها پایان رسید. جردن باروفس تا به امروز موفق شده 13 کشتیگیر ایرانی رو شکست بده و حالا محمد نخودی جوان که سال گذشته بعد از
رقابت‌های جوانان جهان به تیم بزرگسالان ما اضافه شد و بلافاصله هم در عرصه بزرگسالان مدال نقره رو کسب کرد، مجدداً با شایستگی به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرد و حالا امشب باید در برابر جردن باروپس امریکایی قرار بگیره. حسن یزدانی و دیوید تیلور امریکایی هم مطابق انتظار به فینال رقابت‌ها راه پیدا کردند که این دوئل چند سالی هست در 86 کیلوگرم کشتی آزاد اتفاق میفته و بسیاری از بینندگان و هموطنان عزیز ما قطعا در انتظار این دو مسابقه هستن. یه نکته رو عرض بکنم، من با آقا پژمان درستکار که صحبت میکردم، خوشبختانه هر دو کشتیگیر ما نسبت به سال گذشته در شرایط روانی مطلوب‌تری قرار دارن. یعنی حسن عزیز خب تحت شعاع شکست المپیک 2020 بود و فشار روانی زیادی از طرف مردم بهش وارد میشد. نه به بدی این رو عرض بکنم، مردم قهرمان خودشون، پهلوان خودشون رو دوست دارن و حافظ جان حسن یزدانی رو باید کنارش باشی و باهاش زندگی بکنی تا ببینی همین چیزی که در مقابل دوربین‌های صدا و سیما می‌بینید هست. یعنی کوچکترین نمایشی نداره. تمام دغدغه حسن یزدانی خوشحال کردن دل مردمه و اینکه میدونه چقدر مهمه. جالب، روز گذشته اکثر قریب به اتفاق تماشاگران حاضر در استادیوم ایرانی بودن. وقتی تیلور کشتی مرحله نیمه نهاییش گره خورد و البته در ادامه موفق شد رقیب خودش رو ببره، با صدا کردن نام حسن یزدانی برای تیلور کلکری میخوندن و تیلور هم اعلام آمادگی میکرد. اما مطمئن باشید که به لحاظ روانی کاملا پایین تر از حسن یزدانی قرار گرفته. البته که درسته که میگن کیلوهای زیادی هم کم کرده تا سر وزن برسه، سخت سر وزن رسیده دیوید تیلور. بله دقیقاً روز قبل وقتی ما در سالن گرم رقابت‌ها حاضر بودیم، به صورت کاملا نامحسوس از زیر لباس ورزشی خودش در واقع بادگیری رو پوشیده بود که مشخص هم نشه. اما شکل کشتی گرفتنش هم بجز کشتی اولش نشون میده که تیلور شرایط آرمانی رو نداره. اما فراموش نکنید یک گرگ باران دیده است، یک قهرمان بیبدیل در کشتی دنیا و کشتی حسن یزدانی و تیلور پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. ما قطعا امیدوار هستیم، امیدواری بیشتری داریم به برتری حسن، اما این رو قبل از رقابت فینال عرض می‌کنم که هر اتفاقی ممکنه بیفته و چه حسن طلایی بشه چه نقره‌ای خدای ناکرده، برای ما هیچ تفاوتی نداره. او حالا به یک رکورد جاودانه دست پیدا کرده، 8 مدال رنگارنگ در عرصه رقابت‌های جهانی المپیک داره و در صدر مدالداران کشتی ایران قرار گرفته. من نمیدونم چقدر زمان دارم حافظ جان، فقط به من اشاره کنید که من خدمت جانم. شما دوست و همکار قدیمی عرض سلام و روز بخیر دارم. گزارش‌های پر انرژی تو می‌بینیم. سوال من از شما رو درباره کشتی فرنگیه، بعد شما نکته تو بفرمایید در ادامه. چرا ما یک در میان مثل خیلی از رشته‌های ورزشی در المپیک خیلی موفق نمیشیم، در کشتی فرنگی در جهانی نروژ بسیار میدرخشیم، بعد دوباره اینجا این اتفاقات در بلگراد میفته؟ آقای عبداللهیان، من خدمت شما استاد عزیزم سلام و وقت بخیر عرض میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه چون تصویر داخل استودیو رو نداشتم نمیدونستم که حضرت عالی هم تشریف دارید، اگر نه من باید ابتدا سلام میکردم. خواهش میکنم. به حضورتون عرض میکنم ما قبل از اینکه محمد بنا رو به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خودمون داشته باشیم، اگر به تاریخ رجوع بکنید، حداقل بعد از پیروزی انقلاب، ما در رقابت‌های قاره‌ای توسط کشتیگیرانی مثل عبدالکریم کاکاجی، احد پازاج، حسن بابک یا عبدالله چمنگلی مدال می‌گرفتیم، ولی در عرصه رقابت‌های جهانی المپیکی سهمی نداشتیم. با محمد بنا تونستیم خودمون رو جهانی بکنیم، خودمون رو المپیکی بکنیم. اما باید بپذیریم ما در کنار محمد بنا نتونستیم نیروی رو تربیت بکنیم که در واقع کمک بکنه به آقای بنا. بیگمان یکی از بهترین مربیان حال حاضر دنیاست. باید در سالن محل برگزاری رقابت‌ها باشید. من سال گذشته المپیک و امسال رقابت‌های جهانی رو دارم تجربه می‌کنم. اعتبار و ارزش محمد بنا رو باید در سالن رقابت‌ها از نزدیک ببینید که چقدر اثرگذار هست. اما باید بپذیریم ما نیاز داریم در کنار محمد بنا نیروهای فنی رو داشته باشیم که بار بدنسازی، بار کار فنی، بار تغذیه، بار مسائل روانی، مسائل پزشکی، همه این موارد رو در کنار هم داشته باشیم. محمد بنا به تنهایی نمیتونه بار کشتی فرنگی ما رو به دوش بکشه. این نکته رو فراموش نکنید. بجز ما و روسیه که حالا محروم هست در این دوره از رقابت‌ها، تنها کشورهایی هستیم ما دو کشور که هم در کشتی آزاد هم در کشتی فرنگی صاحب حرف و صاحب سبک هستیم.
امریکا در آزاد بی‌بدیل، ما الان یک دوئل داریم برای قهرمانی کشتی آزاد، اما در کشتی فرنگی سهم آنچنانی نداره. آقای قاسمی عزیز، الان در حال حاضر خدافزی های بنا قطعی شده یا باید منتظر باشیم تا برگردن رو حسابته؟ به حضورتون عرض کنم، من با آقای بنا پریشب که صحبت میکردم، ایشون رسما خدافزی کردن، به من گفتن که بدی و خوبی دیدی حلال کن. گفتم من جز خوبی چیزی از شما ندیدم. علیرضا دبیر مدیر بسیار باهوشی است، مثل دوران کشتی خودش فرد بسیار باهوشی است. با ایشون که صحبت میکردم تمجید کردن، تکریم کردن از محمد بنا، اما هوشمندانه اشاره کردن زین پس آقای بنا اگر قرار هست فعالیت خودشون رو ادامه بدن، باید در چارچوب ساختار مدیریتی فدراسیون تحت اداره علیرضا دبیر کار بکنن، چون میدونید به هر حال آقای بنا یه سری چارچوب‌های خودشون رو دارن، یعنی با سبک و سیاق خودشون فعالیت میکنن. علی دبیر معتقده که همونطوری که روی عملکرد پژمان درستکار و کادر ایشون یک تیم نظارتی وجود داره و بحث و بررسی میکنه، باید کشتی فرنگی رو هم همینطور زیر نظر بگیرن برای رقابت. اگر محمد بنا اما... چیزی باشه که ما تا امروز شناختیم، فکر کنم که همون خدافظی رسمیشون آخرین خبر و قطعی ترین خبریه که ما داریم. و بعد هم دوباره درمانده برمیگرده آقای قاسمی، دوباره هم مربی تیم ملی فرنگی خواهد شد در آینده. بله، شاید نیاز به یک استراحت داره. البته باید ببینید جایگزینی که برای آقای بنا در نظر میگیرن میپذیره که فقط یک سال کار بکنه، ضمن اینکه مسابقات جهانی سال آینده با توجه به محرومیت روس‌ها قرار هست به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار بشه. گزینشی المپیک است ما سال آینده، تو عمان رقابت‌های آسیایی هانجو رو هم داریم. کار بسیار سخت و گزینه این که جای محمد بنا میاد باید همه این موارد رو در نظر بگیریم. آقای قاسمی عزیز، با توجه به محدودیت زمانی من فقط یه سوال از شما بپرسم در مورد ساعت‌های مسابقات نهایی کشتیگیرانمون، اگر ممکنه توضیح بفرمایید، هم نخودی هم یزدانی. چشم، عرض می‌کنم که ما امروز در سه وزن کشتیگیر داریم که مهمه، کامران قاسم‌پور در کنار علیرضا سلک و یونس امامی، که امیدواریم این سه کشتیگیر هم به فینال راه پیدا بکنن. از ساعت 12:30 یا 1 بعد از ظهر به وقت تهران کشتی ها رو نظاره کنید. بله، نظاره کنید. اول فشارژ ها شروع میشه و بعد هم این سه کشتیگیر ما به روی تشک میاد. از ساعت 1:45 شب به وقت تهران نیمه نهایی این سه وزن رو داریم و از ساعت 8:30 شب فینال ها شروع میشه. دو تا کشتی رده بندی 79، البته عذرخواهی میکنم 70، ما فکر میکنم محمد نخودیمون هولوش ساعت 8:30 یه رو به 9 روی تشک بیاد و حسن هم به تب عقبتر میره، چون قبل از اینکه حسن یزدانی بخواد کشتی شروع بکنه مراسم اهدای مدال. بله فکر میکنم اون ساعت ها میشه. دقیقا. خیلی ممنونم از شما. رسانه ملی به شکل کامل مسابقات رو پوشش میده. آقای قاسمی که ویژه تدارکات فوق العاده خوبی دیدن، لحظه به لحظه اونجا با شما، داغ‌ترین تصاویر از شبکه های سه و ورزش تقدیم شما میشه از مسابقات کشتی قهرمانی جهان. و بی خسته نباشید میگم به شما و همه رفقا و همکاران عزیزم. متشکرم. برای شما و همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. باز تاکید میکنم در این شب عزیز حتما کشتیگیران ما رو در جریان عزاداری های خودتون دعا کنید و فراموش نکنید این بچه ها رو که فقط تلاش میکنن برای اطلاع نام ایران اسلامی هست. متشکرم شما. جانی شده که امروز از طلاها گفتگوی اختصاصی بگیریم ما ببینیم. انشالله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. خب بینندگان محترم، یه بخشی رو ببینید، برگردیم. دو مهمان به جمعمون اضافه میشن از پیشکسوتان داوری کشورمون که هر کدوم الان خب سمتی در داوری ایران هم دارن و بحث در مورد داوری رو رسما کلید میزنیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه. بینندگان محترم، وارد بخش فوتبالی برنامه میشیم و ویژه داوری. قبل از اینکه صحبت بکنم با میهمانان ارجمندی که در استودیو به جمعمون اضافه شدن، عذر میخوام، لازم میدونم یک دغدغه رو بر زبان بیارم که بی‌تردید خیلی از ما دل مشغول و ذهن مشوشی بابتش داریم، اونم شکل ظاهری حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی. مقصود من از شکل ظاهری دقیقاً لباسی است که قراره که به تن بکنیم. از صمیم قلب آرزو میکنم که ما روزی به جایگاهی برسیم که سر تا پامون رو بتونیم برند ایرانی بپوشیم، که خود من، حالا ما فوتبال الان لباس فوتبال تنمون نیست، ولی واقعاً تلاشم این هست که بتونم همین رو در مورد خودم استفاده بکنم. در نتیجه برای ملی پوشان و تیم ملی فوتبال کشورمون هم ترجیح شخصی من و قطعا ترجیح جمعی از ما همین خواهد بود.
نگاه دولت و حکومت ما دقیقاً همین هست که آقا حمایت از برند ایرانی جایگاهش سر جای خودش. ولی فراموش نکنیم جام جهانی جای آزمون و خطا نیست برای معرفی. در جام جهانی الیاف مهمه، طراحی مهمه، تکنولوژی مهمه، گرم روی در واقع پیراهنی که تن میکنن الان دنیا به این سمت رفته اهمیت داره. بنابراین امیدوارم که ما صرفاً برای اینکه نشانی رو معرفی بکنیم در جام جهانی و بگیم با نشان ایرانی رفتیم، کیفیت رو زیر پا نذاریم. با بالاترین کیفیت و از طرق مختلف و درست برای انتخاب نشان یا برند تیم ملی در جام جهانی پیش بریم. اتفاقات گذشته هم نیفته. الان کارلوس کیروش اومد، البته کارلوس کیروش کاملا متفاوتی رو داریم نظاره میکنیم. مصاحبه ها، ادبیات، همه چیز زیباست. آقا دم شما گرم، امیدوارم موفق باشید آقای کیروش و امیدوارم دچار چالش های گذشته نشیم دیگه. خلاصه این که نحوه انتخاب و کیفیت پیراهنی که تیم ملی در جام جهانی میپوشه مهمه و در حال حاضر دغدغه است. امیدوارم که بهترین گزینه انتخاب بشه و با تیم ملی به جام جهانی بره انشاءالله. یه مثال کوتاه هم بزنم، این نباشه که ما اصل و ول کنیم، فرع و بچسبیم. جام جهانی جایی نیست که ما بخوایم از نشانها یا برندهای ایرانی رو نمایی بکنیم. جام جهانی جایی که ما داریم میریم فوتبال بازی کنیم، به واسطه این فوتبال اونها هم میتونن معرفی بشن. بنابراین درجه یک و اولویت اول کیفیتی است که بتونه به بازیکنان ما کمک بکنه ولا غیر. متشکرم. من میخوام برم سراغ دوتا از پیشکسوتان داوری کشورمون، کارشناسان داوری کشورمون و در حال حاضر یکی از این عزیزان رئیس کمیته داوران و دیگری عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، جناب خداداد افشاریان و جناب علی خسروی نازنین میهمان این لحظه برنامه ورزشگاه هستن. سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. بلازمه کسبت و سن آیه خسروی رئیس شما منم اینم در نظر گرفتم. خیلی ممنون. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان، خدمت شما دو بزرگوار. خیلی خیلی ممنونم که حتی یه مقداری وقت ما رو دادید به کشتی و لباس تیم ملی، ولی با همین وقت کم ما در خدمت شما هستیم. قربون شما برم، خیلی خوش آمدید آقای افشاریان. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام حزن آلود اربعین رو تسلیت میگم و تشکر میکنم از شما دو تا بزرگوار، دو تا مجری خوب فهیم برنامه. ایشالا که بتونیم کنار شما از فوتبال و تخصیصاً خصوصا داوری لذت ببرین و این وسواسی که شما دارید من میپرستم. بسیار ممنونم که لطف کردید و جامعه داوری کمک کردید. حالا اینجا برعکس، من از رئیس سوال می‌کنم. تا این لحظه آقای افشاریان نتیجه سوال نظرسنجی ما که مهمترین عامل در ارتقای سطح داوری فوتبال ایران کدوم است یا مشکلات چجوری کم میشه و حل میشه، به این شکل بوده که 71% گفتن که ورود VAR، 18% افزایش دستمزد داوران، 13% پرورش استعدادهای جدید داوری و 6% ایجاد محدودیت برای تعداد داوران لیگ برتری. خب از همون VAR شروع کنیم، برنامه‌های کمیته داوران و بعد افزایش دستمزد. اگه بخوام صادقانه بگیم یک گزینه دیگه هم اضافه کنیم، باید رفتار کمیته داوران هم به این اضافه کنیم. ممکنه ما دوستانی که از قبل بودن، من و کسانی که تو مجموعه داوری بودن و برنامه‌ریزی کردن و شکل دادن این پروژه داوری رو، تا الان شاید قصوری هم داشتیم و واقعا هم من اینجا خودم اعتراف میکنم شاید میتونستیم بهتر رفتار حرفه‌ای‌تر و حساس برای این داوران و این آرجنوایی فوتبال کشور گامای بیشتری برداریم که الان مردم با وسواس بیشتری به این چارتا رأی ندن. بازم ممنونم که باز شما به حساس این چهار گزینه انتخاب کردید. شاید میشد گزینه‌های دیگری هم تو این سوال شما بود انرژی مثبت. بله، بسیار ممنون. دنبال خیلی ایرادات در مورد VAR، برای من اینجا باید بگم من با سه تا رئیس فدراسیون تو این 14-15 ماه کار کردم. بله، با سه تا دبیرکل کار کردم و شما تجربه فرمایید موقعی که فدراسیون فوتبال اون بالانس واقعی خودش رو داشته باشه، شاید همه کمیته ها متزلزل باشن، ولی من اینجا اعتراف میکنم که واقعا نذاشتم، یعنی واقعا به شخص
با همشون کار کردم و فقط حواسم به داوران بود، به مجموعه ناظران بود، به خانما بود، به آقایون بود. سعی کردم اون چیزی که شایسته است تو این پروژه و این بزرگی تو این چند ماه که با این همه آدم اومدیم کار کردیم، اون بالانس و سنگینی داوران رو حفظ کنم. و شما دیدید که حتی تو این مجمع انتخاباتی و این رفتارهایی که داشت چک میگرفت، من چه کلاس‌های باشکوهی برگزار کردم، چه افتتاحیه‌های باشکوهی برگزار کردم، همه آیتمایی که برای پیشفصل داورا، برای طول فصل داورا و تو جریان با شما انجام دادیم و خدا رو شاکرم که حداقل عقب نیستیم به خاطر این مسئله. ولی اون یه اصل، یه واقعیتی که موقعی که اون جاگیری و استیبل نبودن سیستم مدیریتی نباشه، کار برای وضعیت مدیریتی رو شما هم قطعا اثر گذاشته. در مورد وار، من الان برگردم به اون وار اولیمون که واقعا اون اتفاق افتاد، به صورت شاید میتونستیم پخته تر عمل کنیم، شاید میتونستیم با یه نامه‌ای به مسئول نظارتی کشور بتونیم اون مسئله رو جمع کنیم، ولی اون چیزی که الان رو میز ماست و الان وجود داره اینه. ما شاید حدود 45 روز پیش، شاید 2 ماه، نخواستیم اون تجربه قبلیمون رو به صورت تکرار کنیم. اشراف دارید که وی ای آر 5 تا مرحله داره، یعنی باید مرحله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم که اجراست به حساب بیم تو اجرا. ما تو مرحله دوم دیگه استوب کردیم که باید پایان مرحله دوم بریم قرارداد بدیم با اون شرکتی که باید اتفاق بیفته. به خاطر همین یه نامه زدیم به سازمان ورزش و نیروهای نظارتی که آقا ما می‌خوایم با این چند تا شرکتی که لایسنس فیفا داره به قرارداد برسیم، کدومش مورد تایید صداسیمای ماست که بتونه لینک بشه با اون رفتارشون، کدومش مورد بحثات تایید نظامه. و در نهایت نامه از حراست وزارت ورزش به دست ما رسید دقیقاً شاید 20 روز پیش که همون شرکت بلژیکی و EBS بله بله سراحتن گفتن که شما میتونید با این کار کنید. و اولین جلسه هیئت رئیسه من اون نامه رو بردم داخل در جلسه هیئت رئیسه و که بشینیم نسبت به این موضوع تصمیم گیری بکنیم. اونا گفتن مثلا وی آر مال فدراسیون نیست، مال باشگاه هاست. و به خاطر همین مسئله اونجا تو اون جلسه هیئت مسبب شد که یه گزارشی از کمیسیون معاملات، یه گزارشی از روابط بین الملل، یه گزارشی دوباره از حراست فدراسیون فوتبال تصمیم بشه و در اولین جلسه هیئت رئیسه ببریم رو میز هیئت رئیسه که انشاءالله بریم با این شرکت قرارداد ببندیم. بعد تو همین قرارداد با توجه به مشکلات مالی که ما با توجه به تحریم ها داریم، بعضی مشکلات پررنگی شاید تو قرارداد باشه، مثلا نشه پول جابجا کرد، این چیزا رو اینو به اساس ما سوقش میدیم به باشگاه که خودشون بتن این کار انجام بدن. و در این مرحله ان شاءالله که در اولین جلسه هیئت رئیسه که اگه اشتباه نکنم شنبه آینده نه شنبه بعدیه، بتونیم اونو به مرحله تایید برسونیم که اعلام کنیم به باشگاه ها و اون شرکت اگر دیگه مشکل خاصی پیش نیاد یا شرکتی که بخوایم باش قرارداد ببندیم تو اون جلسه تصویب کنیم که بعد دیگه سیعن با توجه به اونا نماینده هم تو کشور دارن بریم تو محلی آموزش داورا و در نهایت به باشگاه اعلام کنیم که برن قرارداد ببندیم. خیلی متشکرم. آقای خسروی یه سوال دارم. شما عضو کمیته داوران هستید، از سوی دیگه در برنامه ارزشمند فوتبال برتر هم کارشناسی داوری میکنید. اینا برای شما ایجاد مشکل نمیکنه؟ داوران اینبار نمیگن شما عضو کمیته داوری، اینبار مثلا یه صحنه ای رو، چون شما قطعا کارشناسیتون رو میدونم با وضوح میومدید توی برنامه شبای فوتبالی، در واقع اینجوری نیست که مثلا این صحنه رو پنهان کنید، چیکار میکنید مثلا؟ تجربه خیلی خوبی بود برای من که به نظر من آقای افشاریان هم کار کردم کمیته داوران. ببینید من نشون دادم چه اونور اول که من که میز ندارم تو کمیته داوران، باور کنید جلسه اونم اکثر وبینار بوده، 2 تا جلسه حضوری داشتیم. من نشون دادم که همون ور میز، همین ور میز میشه عدالت محور بود، میشه درست رفتار کرد، میشه درست گفت، میشه دروغ نگفت. باور شما نمیکنید؟ باور میکنم دیگه. نه صحنه‌ای که هنوز بازی تموم نشده من میفرستم تو گروه کمیته داوران، اول نظر گروه کمیته داوران میگیرم و خودمونم گروه داریم. شما میدونید هم شما تو شبهای فوتبالی با همون گروه داشت. یعنی باور کنید برای یک صحنه بین 10 نفر بحث میشه. زید مظفری یه چیزی میگه، آقای عسکری یه چیزی میگه، داوود رفعتی یه چیزی میگه، آقای میساقی یه چیزی میگه، میارم افشاریان یه چیزی میگه، آقای سفیری یه چیزی میگه. افشاری چون میگم چون دوستش دارم، آقای نوشورد تو گروه ما نیست. نه بعد من متوجه شدم که ما یه آنالیزی داشتیم تو کمیته داوران. این آنالیز در یک فضای مجازی فکر میکنم 1000 نفری بود. چند نفر سایت فدراسیون رو میبینه؟ 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر. یه برنامه تلویزیون شما الان 5 میلیون بیننده داره، دقیق اطلاع دارم شما رو، شما رو نمیدونم.
ما اومدیم آنالیزمون رو بردیم تو تلویزیون. درست. یعنی حتی این قضیه بچه فوتبال برتر گفتن که من عضو کمیته داورانم، اتفاقا بسیار سختگیری از سوی افشاریان و آقای سفیری دارم که آقا نری آقای خسروی خدای نکرده 50-50 به وضعیت داورو میگن 50-50 بدی به میزبان، مود قدیم بود اصلا، خیلی سختگیری میکنیم. بنابراین ما اومدیم آنالیزمون رو اومدیم به یک برنامه پربیننده بردیم و حتی یه جاهایی حتی من نظر آقای افشار، مثلا آقای افشار ممکنه بخوره یه ریس میام آقای افشار نظر من اینه، این نشون میده که کار داور خیلی سخته. یک تجربه جدیدی بود که میشه هم تو فدراسیون بود هم تو رسانه ملی کمک کرد هم برای داور کمک کرد. من دیروز برای یک بازی لیگ یک زنگ زدم به ابوالفضل دوستی برادر آقای محمد دوستی، نیم ساعت راجع به بازی لیگ یکش بهش صحبت کردم، هم تشویقش کردم هم گفتم موقع جاگیری در نقطه ضربه کرنر بعد کجا اینقدر، یعنی من یعنی باور کنید خیلی وقت دارم میذارم، یعنی از زمانی که از شهرداری میرم خونه از ساعت 4 5 6 دیگه سعی میکنم کارای این پرونده میشه، این پرونده رو خدای افشاری هم نداشته باشه، دقیق کار ناظرات تعداد چند تا کدوم داور چند داوری کرده که اون بس عدالت محور که شما حداقل بارها به من گفتید خسروی حداقل راستش رو میگه و این به نظر من منافاتی نداره و ضمنه که فدراسیون و کمیته داوران تو این قضیه همکاری کرده و ضمناً من نظارت هم نمیدم به خاطر همین قضیه. خیلی متشکرم. من در مورد وی آر چند تا سوال دارم که اگر ممکن در موردش توضیح بفرمایید. ما قبل از آغاز این فصل درخواست وی آرمون رو در فیفا ثبت کردیم. 100% ما شاید الان شاید نزدیک به 50 تا 60 تا نامه گروه وی آر ما به فیفا ارسال کردن برای همه آیتم‌ها، چون که ما نه از این جهت میگم به خاطر اینکه ما به خاطر اینکه بتونیم دوره‌های آموزشی برگزار بکنیم باید درخواستمون در فیفا ثبت بشه. درسته، به همینه دیگه. من یه چیزی به شما بگم، بسواسی که آقای تاج مخصوصا تو این دوره الان داره، هیئت رئیسه با تاج خودتون میبینید با فشارهایی که وجود داره خیلی مصمم، همین دیروز هم با من صحبت میکرد آقای تاج که سعی کنیم اینو بعدا وضع به ظهور برسونیم، ولی من خوش خدمت شما هر کاری در آت حتی کوچکترین مسئله ما خواهیم دانیم اول باید اونش به فیفا بدیم، یعنی یه کارگروه وی آی تو فیفا وجود داره که همه یه رسد میکنه. میدونین از چه جهت میپرسم این توضیحات رو؟ بله البته لازم هست بیانش که شما میفرمایید. از اینجا عرض میکنم که ما الان وی آر بیاد بعد وی آر آفلاین داشته باشیم که بتونیم دوره آموزشی برگزار بکنیم. بله. این وی آر آفلاین یک چه زمانی به ایران خواهد رسید؟ ما تا قرارداد نبندیم اصلا نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب پس ما اصلا پس با این تفاصیل دوره‌های آموزشی که آقای ماجدی اشاره کردن رو نخواهد کنم. ما از همون شرکت ای وی اس یه دستگاه تو ایران اصلا داریم. بله. حتی ما با همین شرکت قبلا کلاس آموزشی آقای سوپدین برگزار کرد تو ایران که داورام آموزش دیدن و یه بازی هم آفلاین رفتیم تو ورزشگاه آزادی کار اون با یه شرکت دیگه بود. میخوام اینو بگم اصلا ما آماده هر کاری داریم، فقط ما قراردادمون حقوقیش و اداریش رسمی بشه سعی می‌کنیم تو کار اصلا مشکلی نداریم، چون که دوره‌های ساعتایی که برگزار میشه رو فیفا میپذیره بعد به عنوان ساعت آموزشی. 100 درصد همین بله. فصل اصلا خود مدرس فیفا میاد. آیه لره احتمالاً میاد اصلا خود یا خودش میاد. اصلا ما یه مدرس فیفا در کشور داریم آقای دانیال مرادی که اصلا با هماهنگی خودشون و یه مدرس فیفا خودشون میاد، یعنی با هماهنگی خودشون میاد لایسنس میدن به داورایی که میخوان تو مسابقات فیفا خودشون، اگر نه اگه قرار مورد تایید نشه که اصلا به هیچ اصلا هیچ الان مرحله امضای قرارداد به کجا رسید؟ اصلا ما شنبه که آینده نه شنبه بندی هیئت رئیسه بی شک اتفاقای خوبی خواهد افتاد و آغاز دوره عرض کنم خدمت شما که آموزشی داوران از نیم فصل میشه؟ من اصلا نمیتونم زمان بگم من واقعا، چون که باید قرارداد ببندیم، بعد از قرارداد اولین مرحله آموزش داور است، یعنی ما با داور آموزش ببینیم همزمانی که همون شرکت میره تو ورزشگاهی که جا داره تعبیه میکنه رفتارشو و ما هم جا آموزش میبینیم. حس میکنم شاید انتخاب این شرکت به چه صورت بوده؟ ببینید خب ما نمیتونیم این ترک تشریفات بوده؟ نه نه خدمت شما عرض کنم، ما با توجه به پروسه قبلی که داشتیم اولین چیز واسه ما مهم نظارت این شرکته. نه خب بالاخره این شرکت میتونه سیستم یه شرکت رو نظارت بکنه. الان همین میگم که ما تمام شرکت هایی که وی آر داشتن دادیم به دوستان. سه تاش آمریکایی بود، یکیش بلژیکی بود. دوستانش دوستان وزارت ورزش. همون دوستانی که باید نظارت کنن به ایران. و در نهایت به این نتیجه رسیدن اون چیزی که با ساختار صدا سیمای ما و مسائل نظارتی ما چفته اون شرکت ای بی اس. فهمیدید ببخشید سه تا آمریکایی، یکی بلژیکی، روسی نبود؟ در اون اسلومو که بچه‌ها دوستان میگن روسیه، اسلومو دقیقاً تو سایت فیفا یو آمریکاییه. یعنی الان آمریکا او ای بی اسلومو فقط نوشته مید این آمریکا. بعد این 5 تا شرکت رو شما دادید به حالا مراجع نظارتی
و گفتید که از این 5 تا شما اصلا انتخاب کردید. بله شما انتخاب کردید. یعنی خودتون هیچ فرآیند انتخابی نذاشتید. اصلا با توجه به اینکه به این 5 تا چطوری رسیدید؟ شرکت‌های تحت لیسانس فیفا بود. آخه اونا مثل که 15 تا نه. نه یه شرکت‌های به اساس چطوری بگم؟ مثلا اون چیزی که میشه با ما بتونن آره بقیه هم که آره با ما بتونن 15 تا بود از اول خب 15 الان شده 6 تا وقت نشه 5 شده نتونستن که اون درخواستایی که فیفا دارن خوب اجرا کنن تو خیلی از کشورها خوب برگزار نشد سیستم فیلم برداریشون سیستم فیزیکش آره. خیلی خوب نبود یک موقع نبود و اومدن به 5 تا یا 6 تا رسیدن حالا این 5 تا رو این 5 تا 6 تا مثل اینکه همه چیزم دارن یعنی خط دروازه رو دارن خط آفساید رو دارن سیستم رادیویی رو دارن اینو به من بگید پرونده وی آر رو ببندیم میخوام آگهی ببینیم ما الان وی آر که داریم قرارداد میدیم مجموعه کامل دیگه یعنی سیستم رادیویی خط دروازه بله به عنوان مجری به عنوان کسی که صاحب حقوقی فدراسیون فوتبال اعلام میکنه با این شرکت قرارداد می‌بندیم از اداری به حقوقی من اینا داریم بعد خود باشگاه میرن با اینا قرارداد می‌بندن هیچ مشکلی ما با این شرکت فعلا نداریم خیلی متشکرم آگهی‌های بازرگانی رو ببینیم پرونده وی‌ای رو می‌بندیم و وارد سایر مباحث میشیم خیلی متشکرم که تماشا می‌کنید برنامه ورزشگاه رو گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با آقایان افشاریان و خسروی آقای افشاریان صحبت برکناری شما مطرح شد و بعد تکذیب شد گفتن آقای فنایی قراره بیان جای شما بله هم تکذیب شد چی بود ماجرا با از اونایی که بپرسی که اینو به صورت اعلام کردن هر کسی بود ولی اون چیزی که الان من خدمت شما عرض می‌کنم اینه که من عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستم و رئیس کمیته داوران کشورم بله. اگه قراره که من کسی دیگه بیاد جای من یه پروسه مقرراتی و اداری و اساسنامه‌ای داره که عزل آقای افشاریان رو به هیئت رئیسه رأی میذارن بله. و پیشنهاد رئیس رو دوباره اگه عزل شد پیشنهاد جدید رئیس رو چیه به تصویب هیئت رئیسه رئیس کمیته اگر بنا به عزل باشه خیلی سریع میتونن عزل بکنن جلسه بله. هیئت رئیسه برگزار بشه و بعد سرپرست بذارن تا جلسه بله. بعدی اینو من خدمت شما عرض کنم اینه که اصلا این صحبت اصلا کاملا سه بار میگم تو پیش رئیس فدراسیون، پیش نایب رئیس فدراسیون و پیش اعضای هیئت رئیسه کاملا منتفیه و وجود نداره و اصلا اونا دارن تعجب میکنن این صحبت ها این رفتار از کجا نشد یعنی اصلا صحبت برکنار شما نیست به هیچ وجه نیست اگه قرار برکنار بشیم و کسی دیگه بخواد بیاد بشینه منم به عنوان همکار میدونید یکی از گمان زنی ها چی بود این بود که میگفتن چرا آقای خداداد افشاریان خودش انتخاب میکنه داوران رو خودش میچینه خودش ناظره که یه شکایت هم کردید از آقای خدمت شما عرض کنم من میگه نمیخوام اصلا برگردم شخم بزنم گذشته رو ولی شما توجه کنید من تو 2 سال فقط 3 تا نظارت رفتم اونم رفتم 3 تا داور رو ببینم اصلا من نظارت نمیرم اصلا کلاس داوری من نمیرم همیشه میتونم انجام بدم شاید الان 40 کلاس داوری گذاشتم 1 ریال حق و زمین نگرفتم من دیروز تو کرد بودم از صبح تا شب پیروز تو کرد به 400 تا داور رو کلاس الان 12 کلاس بوده 1 ریال حق و زمین نگرفتم واقعا اون چیز واسه من مهمه نفس عمیق میکشم فقط بخاطر شما به دپارتمان اعتقادی نداری دارم دپارتمان آقای سلیمانی مسئول دپارتمان نه یعنی چیدمان کلا با خودت نه اصلا کدوم آقای سلیمانی شما آیت الله داریم آقا غلامزاده داریم آقا حیدر نه غلام سلیمانی بزرگ داوری من بله. من اون چیزی که اساسنامه میگه یک موضوعه بله میگه چیدمان داوری هم با کمیته داوران ارنج داورا ارنج آموزشا ارنج ناظرا با کمیته داورانه ولی من اینجا به شما میگم من اصلا به این مسئله اهمیت نمیدم شاید اینجا باید اعتراف کنم با همکاری نه اهمیت ندیدم نه من الان خدمت شما عرض میکنم برای من مهم نیست که صفر تا اینو بچینم ایشون علی میخواد بره داور نه حسن بره این میگه حسن میگه علی ما همون داورا هستیم همون رو ولی اون چیزی که تو ذهن منه آینده داوریه یعنی شما این لیستو میذاریم که آقا پرش کنید حالا هر کی نه لیست خودم با نظارت خودم ولی بچهای دپارتمان همه کمک میکنن ولی اون چیزی که اتفاق میفته فقط یه موضوعه من آدم ریسک پذیریم میپذیرم پرسپولیس استقلال سپاهان هر باشگاهی به من حتی حمله کنه حتی توهینم هم بکنه ولی اون چیزی که شایسته است اینه که من بدونم داورامونو پایان فصل آینده چند سال دیگه بله. عالی بیارم بالا گرچه حق تیم هم نباید پایمال بشه قطعا. گرچه نباید واقعا بی‌عدالتی بشه ولی این پروسه شما نگید از گذشته تا الان بوده این اشتباهات بوده هست و خواهد بود بیاد بازم ولی اون چیزی که من الان اینجا خوشحال خرسند و نفس عمیق
میگم اینه که من میبینم پیشرفت داوران و ناظرا. مهمان تلفنی داریم، جناب هوشنگ نصیرزاده از کارشناسان مدیریتی و داوری فوتبال کشورمون رو خط برنامه هستن. جناب نصیرزاده سلام، بر شما وقتتون بخیر. آقای کاظم زاده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، آقای مهندس عبدالله، مهمانان و خودتون آقای افشاریان، آقای خسروی. اجازه میخوام که مناسبت این ایام هم تسلیت عرض کنم و بیان کنم که برنامه‌تون خیلی خوب و موفقه. من دست بچه‌ها خیلی متشکرم. منم خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم جناب هوشنگ نصیرزاده. سوالی که ازتون دارم، به هر حال حالا در این باره با آقای خسروی هم بیشتر صحبت می‌کنیم، تعداد اشتباهات داوری و تاثیرگذار در نتایج رو چقدر شما به این قضیه تعمیم میدید که در این فصل، در ابتدای فصل، چند داور با تجربه در تست‌های اولیه پذیرفته نشدن؟ آقای رضا کرمانشاهی از داوری خداحافظی کرد. اینا چقدر دست آقای افشاریان و کمیته داوران رو بسته نگه داشت در ارتباط با قضیه داوران؟ بله، ارزم بزرگ شما که در دنیا تعداد داورایی که مسابقات لیگای بالا رو قضاوت میکنن معمولا محدوده و شبیه تیمایی که صعود و سقوط دارن، داورا هم امکان داره که از لیگ برتر سقوط کنن برن لیگ یک، از لیگ یک سقوط کنن برن لیگ دو و همینطور از لیگای پایین مرتبا بیان بالا. می صعود و سقوط بر اساس نمراتی است که در واقع دارن. این قاعده است که احتمالاً انجام میشه. منتها میپذیرم که کمیته داوران همیشه تحت فشاره بخاطر اینکه از داوران استانهای دیگه هم استفاده بکنن. ایشون اگه بخواد یه محدودیتی هم ایجاد بکنه و بگه آقا چون جزء سوالاتتون هم بود بگن که مثلا تعداد داورای دیگه برتر بکنیم 20 تا 25 تا، دقیقاً تحت فشار 30 استان قرار میگیره که داورای ما هم در مسابقات خودتون شرکت بدید و از این حس یه کمی مشکلات خاص خودش وجود داره. من میخوام جواب از آقای افشاریان بگیرم. چقدر فشار روتون هست از استان ها که حتما از داوری ما استفاده کنید؟ خدمت شما، چون این مسئله مهمیه که اتفاقا ما مطرحش کردیم. خدمت شما عرضم، فشاری که بخواد تحمیل بشه نه، ولی یه موضوع وجود داره. چون که من مثلا آدم نیستم که فشار رو تحمل کنم، حتی به ناحق، حتی به حق، چون که اون چیزی که شایسته است اینه که ما اون به عدالت رفتار کنیم. این بحث اول و آخر منه، ولی یه اتفاقی هست، مثلا استان مثلا کرمانشاه، استان مثلا خوزستان، داورای وجود داره که اونا هم جویا اینا هم میخوان چیکار کنن، پیشتر کنن. گاهن میگن آقا داورای ما رو بیشتر چیکار کن شون بازی بده، یه آدمای بیشتر بده. ولی برتر بالاترین سطح فوتبال مملکت جای این کارا نیست. یعنی نکته که آقای نصیرزاده الان اشاره کردن نکته بسیار مهمیه، تعدد داوران در قضاوت، نکته‌ای که ما دو فصل پیش قبل از انتخابات اولیه فدراسیون فوتبال زمانهای عزیزخواده مطرح می‌شد که آقا الان به خاطر انتخابات ما مثلا یه تعداد خیلی بالای 40 تا بود، 50 یه عددی بود، من عددش دقیق یادم نیست، داور داشتیم تو لیگ قضاوت کرده. بله، عجیب. اصلا شما پارسال امسال دیدید؟ شما الان نیم فصل اول رو دیدید؟ چند تا داور قضاوت کرده؟ اصلا داریم به استاندارد نزدیک میشیم. چند تا اولی چند تا شما 54 نفر مردود شدن، 90 نفر موندن. الان 90 نفر موندن، من الان واقعا کم دارم داور، یعنی واقعا الان کم دارم. این چیزی که آقای نصیرزاده میگه درست میکنه، ولی اصلا یه چیز اون چیزی ما چند تا داور تا این هفته قضاوت کرده؟ حدود 25 تا 25 تا. 6 هفته زیاد نیست؟ نه نسبت نه، من خود وکیلی خود من اعتقاد خسروی. من پیشنهادی که دادم به کمیته داوران، چون عضو هیئت رئیسه نیستم که پیشنهادو میدم دیگه، منو کسی نمیخواد رأی بده، چون من تو کوچه خودمو تو جوادی هم رأی نمیارم، میدونم کلا میدونم، چون اصلا رزومه ای ندارم رأی بیارم. رأی دادم تو فدراسیون تیه پروسه ای داره. حالا یه باز آقای افشاریان انتخاب میشه، نه اینه که نشسته، نه یا آقای نصیرزاده انتخاب میشه، بابا اینا فوتبالی هن، ورزشی هن، ما میشناسیمشون. من 40 سال من بازی نصیرزاده رو تو اهواز و بهبهان یادمه، بازی هایشون رو تو 25 سالش بوده والیبال تیم ملی بوده یادمه. من رأی نمیارم، راحت میگفتم آقا از نظر من آقا افشاریان 25 داور میخوایم، 50 تا کمک داور ببندیم تموم شه بره. باور کنید من خودم اعتقاد دارم با 25 داور و 50 تا کمک داور لیگ برتر رو میشه چید، لیگ یک هم میشه یه مقدار کمک کرد. ولی موقعی که اومدن در گذشته دوستای بسیار صمیمی من، من همشون رفیقم و اکثرشون هم داور چهارم من بودن، ناراحت هم نشن، خیلیشون هم من کمک داورشون بودم، به 140 50 تا رسوندن، این اومده لیگ برتر. مثل اینه که شما اومدید الان آقای افشین عبدالله رو میگم اومده تو برنامه‌های زنده اصلی صدا و سیما داره برنامه‌ریزی میکنه. ها خب ایشون الان هم مردم دیگه میخوانش، هم خودش هم تو این جایگاه، نمیشه یه دفعه شبکه‌ای برای که هیچ کی نبینتش، که این باید دیده بشه. داورای هستن که اومدن توی 23 4 سالگی تو لیگ یک، درست آقای افشین، و
بعد اومده 7 سال در لیگ 1 هم داور چهارم بوده، هم سوت زده. خب این کی باید بیاد دیگه برتر؟ خب در این خصوص من میخوام ادامه صحبت های نصیر زاده رو بشنویم، یا پس ما ورودیمون مشکل داره یا خروجی. آره نصیر زاده بفرمایید. یه موضوع دیگه بگم خدمت شما که یه سری محدودیت ها هم باز کمیته داوران داره. اینکه اگه بخواد داور معرفی کنه به جامعه، مجبور تو بازی پخش زنده ازش استفاده کنه که اینو به افکار عمومی معرفی کنه. یعنی تا زمانی که داور میره پشت داوری میکنه، داور خوبی هم باشه باز دیده نمیشه. لذا کمیته داوران مجبوره حتی این ریسک بکنه تو بازی استقلال پرسپولیس به داورای بازی بده که به زعم خودش اینا در واقع داورای با قابلیتی هستن، مهارت دارن و مجبوره تو بخش زنده از اونها استفاده بکنه که به افکار اونها بگه ایشون هم هست. از طرف دیگه برخی از استانداردها مربوط به اروپاست، چون اونها شهرهاشون نزدیک به همه مشکلی نداره. ما به دلیل گستردگی کشورمون گاهی مواقع ممکنه یک هواپیما نتونه به خاطر خاک تو خوزستان بشینه، مجبوره به داور شهر کرد بگه سریع با ماشین مثلا خودتو برسون اونجا. این مشکلات ممکنه تو جای دیگه نباشه. ما به خاطر گستردگی کشورمون این مشکلات هم داریم. حتی اگه چیزی که علی آقا گفت مثلا ما 25 تا داور داشته باشیم، گاهی مواقع مجبوریم تو برخی از موارد چند تا رو در واقع بهش اضافه بکنیم.